به همه یاران و همراهان عزیز. امیر عباس فخرآور هستم، سیاوش، از در سنای کنگره ملی ایرانیان در کنار همکاران عزیزم این افتخار رو دارم که سفیران غیر رسمی مردم ایران باشیم در خارج از کشور. واقعا افتخاری برای همه ما هست تو کنگره ملی ایرانیان و بتونیم صدای شماها رو به گوش دنیا برسونیم و از اونورم بتونیم کمک بکنیم تا صدای شماها به گوش خودتون هم برسه از طریق شبکه‌های اجتماعی. خیلیاتون منتظر بودید، خیلیا مسیج میدادید. روزای شنبه دیگه یه جورایی بد عادتی شده. فکر نکنید اصلا ما هم تعطیلیم. البته که تعطیلی معنی هم نداره توی این روزای خاص. نه فقط برای ما معنی نداره، برای دولت ایالات متحده آمریکا و برای تمام دولت‌های بزرگ دنیا هم معنی نداشته. چند ساعت پیش اجلاس نشست ویژه و اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد و میدونید که روز شنبه است، قاعدتا باید همه ادارات تعطیل باشه. سازمان ملل هم توی نیویورک قرار گرفته، قاعدتا باید تعطیل باشه. اما اضطرار قضیه رو ببینید که صبح روز شنبه این جلسه گذاشته میشه و وزرای خارجه کشورهای بزرگ دنیا میان حضور پیدا میکنن. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنار الیوت آبرامز به این جلسه میره. موضوع نشست، نشستی که به درخواست آمریکا برگزار شده، بحث ونزوئلا است و پیگیری انقلاب ونزوئلا. جالبه که توی تمام دنیا الان ونزوئلا و ایران رو کنار همدیگه بهش نگاه میکنن و حتی در خود دولت ایالات متحده آمریکا هم داره شنیده میشه دائم که صحبت از این ونزوئلا، یک دستگرمی، یک طرح آزمایشی به نوعی برای ایران هست. درس های خیلی بزرگی توی اتفاقی که در ونزوئلا داره رخ میده برای همه ماها هست. قبلا توی لایف های دو سه تا لایف دیگه در این مورد صحبت کردم باهاتون، اما امروز میخوام یه خورده بیشتر وارد جزئیات بشیم و یک نگاهی به رفتارهای هممون بکنیم، ببینیم تو اپوزیشنمون چه خبره. قبل از اینکه بپردازم به بحث، میخوام تشکر بکنم از همه شما عزیزان. حمایت های تموم نشدنی شما عزیزان، لایک هاتون، کامنت هاتون، فوروارد کردن هاتون که باعث شد عملا ارتش سایبری رژیم و ارتش قلی های اپوزیشن شکست بخورن و بچه های ادمین ویدیوهایی که امروز گذاشته بودن بالا از سخنرانی های من آمار خیره کننده ای رو داره نشون میده. ظرف 3-4 ساعت 900 هزار تا نزدیک 1 میلیون ویور روی ویدیوها داره میاد تو همین صفحه اینستاگرامی امیر نقطه فخرآور. ممنون از شما که همراه هستید، فالو میکنید، دنبال میکنید. همینجور در صفحه اینستاگرام کنگره ملی ایرانیان، ایرانیان نقطه کنگرس. در توییتر هم ممنون از حمایت هاتون و ازتون خواسته بودم بیاید توی توییتر و اکانت بسازید. اگر ندارید بذارید ما توییتر رو هم از چنگ اون افرادی که برای خودشون یک حبابی درست کردن، حباب مثلا متخصصین و فکر میکنم خیلی بهتر از مردم میفهمن و دائما تو خودشون توییتری ها مسخره میکنن اینستاگرامی ها رو و میگن آره اینستاگرام با مردم عادی ان، ما تو توییتر متخصصیم. بیایید توی توییتر و بذارید دخل این متخصصین رو اونجا بیاریم که بدونن چیز زیادی هم حالیشون نیست. و خوشبختانه حضور خیلی خوبی رو داریم میبینیم. دیر شروع کردیم توی توییتر اما فکر میکنم خیلی زود بچه ها بتونن اونجا رو هم شبکه بسیار بزرگی ازش بسازن. و پاسخهایی که توی روزهای گذشته برای مسعود بهنود نوشتم، مسعود بهنود خیانتکار، برای مصطفی تاج‌زاده خیانتکار، خب جنجالای زیادی رو به پا کرد و چشمای خیلی ها رو داره باز میکنه. مسعود بهنود من رو به خاطر کامنتی که نوشتم بلاک کرد. اینها که رهبران آزادی و آزادی رسانه ها و بیان و این حرف ها هستند هنوز به قدرت نرسیده. بعد از اینکه در صدا یا بعد در بی بی سی، در بی بی سی فارسی شروع کردن لیست سیاه برای خودشون درست کردن و خیلی ها رو بایکوت کردن، خیلی ها رو نمیذارن صداشون شنیده بشه چون خودشون دوست ندارن اون صداها رو بشنون. هرچی هم ما گفتیم هی بی بی سی ها گفتن نه آقا دروغ میگن اینا، ما کسی رو بایکوت نکردیم که.
اما الان دیگه توی توییتر یکی از ابزارهای خیلی خوبی که خود توییتر گذاشته، اگر شما بلاک بشین، بعد برای اینکه آبروتون رو ببره، کسی آبروی کسی رو که بلاک میکنه ببره، وقتی میرید روی صفحهش توییتر بزرگ برمی‌داره می‌نویسه فلانی blocked you on Twitter، که میخوان بیشتر خود توییتر میخواد که آبروی اون طرفی که داره بلاک میکنه بره. و بچه های ما هم زحمت کشیدن، پرینت سکرین گرفتن و اینم منتشر کردیم تا مسعود بهنود بدونه که تو دنیای امروز دیگه نمیشه این بازی ها رو درآورد. دیگه دنیای رسانه های سنتی نیست، دنیای بی بی سی فارسی نیست که تو با هزار کلک مسعود بهنود بری کلتو بکنی تو آخر بی بی سی فارسی و دیگه در آخر رو ببندی و بگی خودمم و خودم، و دیگه از این خبرها نیست. دنیای مدرن دنیای شبکه های اجتماعیه و هر کسی میتونه با روشن کردن دوربین موبایل خودش مخاطبینی شاید بسیار بیشتر از تمام رسانه های فارسی دیگه برای خودش دست و پا بکنه. اگه دروغ میگم، همین الان که دارید اینجا رو نگاه میکنید لایف، یه لحظه برید روی یکی دیگه از این رسانه های فارسی گنده، از بی بی سی، صدای آمریکا، حالا جای دیگر نمیخوام اسم بیارم دیگه، برید به تعداد کسایی که لایف دارن اونجا رو نگاه میکنن و تعداد کسایی که لایف این ور رو نگاه میکنن، اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنید تا ببینید که قدرت شبکه‌های اجتماعی تا کجاها هست. ولی بذارید زیاد نپردازیم، فقط بیاید توی توییتر همراه بشید، @فخرآور همراه من باشید، اکانتاتون رو بسازید، فالو بکنید، فالو بک دریافت خواهید کرد و خیلی کار داریم اونور هم انجام بدیم. یعنی ما با این دو شبکه توییتر و اینستاگرام خیلی کار داریم، به ویژه اینستاگرام که راه ارتباطی ما با شما عزیزان هست در داخل کشور. اما اجلاس امروز ونزوئلا، خب دیشب دیر وقت، یعنی آخر وقت، وقت اداری جمعه در واشنگتن بود که مایک پومپئو اعلام کرد آقای الیوت آبرامز رو برگزیده به عنوان نماینده ویژه دولت ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به امور ونزوئلا. من توی همین صفحه اینستاگرام تصویری از خودم رو با الیوت آبرامز گذاشتم در کنفرانس بین المللی دموکراسی و امنیت که در پراگ چکسلواکی برگزار شد و خوب میشناسم ایشون رو، صحبت‌های خیلی زیادی داشتیم با هم دیگه. الیوت آبرامز بسیار کارکشته است، از دیپلمات‌های خیلی قدیمی و کارکشته است و راحت بهتون بگم توی ما دو دسته دیپلمات داریم. حالا لازم نیست فقط درباره ایالات متحده آمریکا صحبت کنیم، معمولا توی تمام دنیا این جور دیپلمات‌ها رو دو دسته دیپلمات داریم. درباره دنیای آزاد داریم صحبت می‌کنیم، درباره حکومت‌های دیکتاتوری که خب اصلا معادلاتش یک چیز دیگه ایه. تو دنیای آزاد دیپلمات‌ها یا دیپلمات‌هایی هستن که دنبال ایدئولوژی‌های خودشون میرن، به یک چیزی باور دارن و اون چیزی که باور دارن همونه، همون باید انجام بشه، و یا اینکه واقع‌گرا هستن، صحنه‌های بین المللی رو بررسی میکنن و با توجه به تحولات دنیا و کارها رو انجام میدن و جلو میرن. من وقتی کتاب رفیق آیت الله رو مینوشتم، یادم هست به سیاست آمریکا و سیاست شوروی داشتم توی دوران جنگ سرد نگاه میکردم، میخواستم ببینم چه جور بازی رو میتونم مثال بزنم که این دو سیاست رو بتونه نشون بده. فصل 10 کتاب تایتلش رو، عنوانش رو در نهایت گذاشتم دومینوی آمریکایی و شطرنج روسی. توی عرصه بین الملل تو دوران جنگ سرد روس‌ها نشون داده بودن که شطرنج بازان خوبی هستن. واقعیت‌ها توی صفحه، حالا درست خودشون دارن میچینن، خودشون دارن با مهره‌هایی که میچینن بازی میکنن، بازی رو تحت کنترل خودشون میگیرن. آمریکایی‌ها یک جورایی آرمانگرایانه رفتار میکردن، بازی دومینویی بود که میچیدن و از مهره اول برنامه ریزی باید میشد که تا آخر همه چیز خیلی پرفکت اگر باشه این مهره بیفته، مهره بعدی همینجوری صدها هزار مهره رو میتونن بچینن پشت هم دیگه که بیفته. و این یک فضای ایدئالیه که همه چیز سر جای خودش باشه، اما واقعیت اینه که تو دنیای واقعی همه چیز سر جای خودش نیست و شما باید مثل یک شطرنج باز حضور داشته باشی توی صحنه سیاست. دائم مهره ها عوض میشن، سربازهایی هستن میرن بالا، یه دفعه وزیر میشن
و تحولات خیلی عجیب و غریب اتفاق میفته توی ونزوئلا. الان روی کار اومدن یک جوان 35 ساله گوایدو، هفته پیش هیچ کس اسم این آدم رو نشنیده بود، دنیا اصلا نمیدونست که یک سرباز پیاده‌ای وسط خیابون‌های ونزوئلا حرکت میکنه، موقعیت ها فراهم میشه، میره بالا، یه دفعه میشه وزیر، میاد اعلام میکنه که من رئیس جمهور موقت ونزوئلا هستم. و در این مورد درباره گوایدو و اتفاقی که براش افتاد خیلی باهاتون میخوام صحبت بکنم امروز، و نمونه هایی که میتونه مچ بکنه روی داستان انقلاب قانون اساسی در ایران. میگم انقلاب قانون اساسی، از این بعد دیگه بی‌تعارف خواهیم گفت انقلاب قانون اساسی. یک سال، بیش از یک سال گذشت از دی ماه 96 که اعتراضات شروع شد، اومدن انواع اقسام اسمها رو روش بذارن، یه عده اومدن گفتن آقا بذاریم انقلاب آگاهی و بیداری، برید به هشتگش نگاه کنید. خب گفتیم آگاهی و بیداری یعنی چی؟ هیچ کس براش تعریفی نکرد. یه عده اومدن گفتن آقا انقلاب فیروزه‌ای است، گفتیم خب یعنی چی؟ گفتن فیروزه‌ایه، گفتیم به به، خب سایران هم میاد طرح‌های فیروزه‌ای ارائه میده، میگه پکیج فیروزه‌ای رو مردم دریافت کنید تا به شما اینقدر تخفیف بدیم. ایران خودرو رژیم جمهوری اسلامی هم میاد پکیج های فیروزه‌ای ارائه میده. یعنی چی فیروزه‌ای؟ تو فیروزه‌ای چیه؟ فیروزه‌ای یه چیزی مثل دارخدرومه، مثل همون انقلاب اسلامیه که 12 فروردین سال 1358 اومدن رأی گرفتن، مثلا مردم بیاید به انقلاب اسلامی یه عده به جمهوری اسلامی رأی بدید، آری یا نه. یه عده همون موقع روشن فکرای من میگفتن آقا این جمهوری اسلامی لامصبتون یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ یه تعریف به ما بدید. ولی خب هیچ تعریفی بود، میگفتن حالا رأی بدید تا بعد تعریفش معلوم میشه دیگه، چی اصراری دارید حالا تعریف رو بدونید. انقلاب فیروزه‌ای هم از این جنسه، حالا بیاید به این رنگه رأی بدین، حالا ما بعدا بهتون میگیم، اعتماد کنید به ما، اعتماد کنید ما بعدا بهتون میگیم چه خبره. ما اومدیم گفتیم خب دعوت کنندگان اصلی اعتراضات دی 96 بودیم در کنگره ملی ایرانیان، گفتیم آقا انقلاب قانون اساسی، اون پیشنهادمون رو هم وسط گذاشتیم. فکر میکنم تنها گروهی که بهتر بگیم مطمئنم که پیشنهادی رو وسط گذاشت، یک قانون اساسی، یک پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی برای ایران آینده، گفتیم این چیزیه که ما میخوایم. و اگر میگیم جوانها امروز به خیابونها اومدن، جوانها میخوان رژیم جمهوری اسلامی نباشه و به جاش این باشه. اگر طرفدار این ایده هستید با ما همراه بشید. خب هشتگ ها رو هم برید نگاه کنید، درجه بلوغ سیاسی مردم رو ببینید که با اختلاف بسیار زیاد میبینید هشتگ انقلاب قانون اساسی الان داغ شده، همه جا هست، توییتر، اینستاگرام، همه جا، و بایکوت هم میشه توسط مجموعه رسانه‌های فارسی که چقدر خوب که این کارو میکنن، بایکوت میکنن، چون به نظر میاد هر چیزی رو که اونا تایید میکنن توش یه جایی باید دنبال یه مشکلی توش بگردیم. اما توضیحات اضافه است بیشتر از این. ما از این به بعد انقلاب قانون اساسی رو میگیم، با صراحت هم میگیم، با اعتماد به نفس کامل، این انقلاب قانون اساسی مردم ایرانه. مردم ایران قانون اساسی جدید میخوان. توی تمام نظرسنجی‌هایی هم که داریم انجام میدیم میبینیم، بیشتر از این هم انجام خواهیم داد، و تو تمام این نظرسنجی ها میبینیم که خواسته عمومی مردم یک قانون اساسی مدرن و دموکراتیک هست. امروز اگر ونزوئلا بعد از تمام مشکلاتی که براش ایجاد شد دقت بکنید، دیکتاتوری روی کار میاد، به بدترین شکل ممکن مردم رو سرکوب میکنه. 20 سال تمام این مردم از 1999 تا الان که 2019 زیر سخت‌ترین فشارها قرار میگیرن، تورم افسار گسیخته در کشور، ابر تورم که میگن، هر 19 روز اگر اشتباه نکنم طبق آماری که بانک جهانی اعلام میکنه، هر 19 روز قیمت‌ها توی ونزوئلا داره دو برابر میشه. ظرف سال‌های گذشته این اتفاقات افتاده. صحبت از تورم 1,000,000% یه چیزی توی این مایه هاست، یه چیز غیر قابل باوریه. پول به طور کامل بی ارزش شده. دیکتاتور با کمک ارتش مافیایی خودش مردم رو به بدترین شکل ممکن سرکوب میکنه. و
مردم مجبور میشن مهاجرت بکنن، 3 میلیون نفر به کشورهای مختلف دنیا میرن و همه چیز کشور از هم میپاشه، قحطی، گرسنگی. کدوم کشور؟ ونزوئلا اگه به لیست کشورهای دارنده نفت و گاز در دنیا نگاه بکنید، بالای لیست ونزوئلا رو میبینید، تقریبا 2 برابر شاید کشورهای رده های دوم سوم اینها، اوریج اونها، ونزوئلا منابع نفت و گاز داره، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست. یعنی شما اگر به ونزوئلا قبل از سال 1999 قبل از روی کار اومدن هوگو چاوز نگاه بکنید، یه جوری مردم زیر دلشون زد انگار خوشی، مثل سال 57 خودمون تو ایران. اگه به قبل از 1997 ونزوئلا نگاه بکنید، می‌بینید کشور در حال توسعه و پیشرفت با سرعت زیاد و مقدار بسیار زیاد نفت گاز که در اختیار داره، منابع طبیعی که در اختیار داره. یه دفعه دیکتاتوری چپ، ویروس چپ میفته به جون این کشور و نابودش میکنه، همین بلایی که سر ایران ما اومد در انقلاب مارکسیستی اسلامیستی سال 57. در نهایت مردم دست به دامن چی میشن؟ دقت کردین؟ هفته گذشته وقتی این جوون 35 ساله خوان رودریگز گوایدو میاد وسط، میتونید برای من اون زیر بنویسید دست به دامن چی میشه تا چنگکی رو بندازه و دیکتاتور رو بخواد پایین بکشه؟ برای من اون زیر بنویسید. بذارید ببینم اخبار رو چقدر دارید دنبال میکنید. کامنتاتون رو نگاه میکنم، با تأخیر میاد که خوان رودریگز گوایدو دست به دامن چه چیزی شد. قانون اساسی، آفرین ماندا و خودم هم با ادمین های صفحات خودمونه، به قانون اساسی دست میندازن. شینا، مرسی شینای عزیز و ادریس، درست میگید. مجید، ممنون، ممنون از همتون. خب چیزهای دیگه هم وجود داشت. حالا بچهای دیگه مردم رو مینویسن، دارن خدا رو مینویسن، آمریکا رو دارن مینویسن. ولی خب حمایت آمریکا از ناراضی‌ها که همیشه بود برای اونا، مردم همیشه توی صحنه بودن، این فاکتورها وجود داشت. خدا هم که دیگه، مردم اتفاقا مذهبی هم داره، دائما میخواستن یه چنگک نداشتن این مردم. وقتی که به قدرت قانون اساسی پی میبره گوایدو و فرصت بهش داده میشه، میاد دست میندازه به قانون اساسی، جلوی جمعیت وای میسته. حالا حضور مردم رو داره میبینه، حمایت بین المللی میدونه هست، دستش رو که میبره بالا میگه بر پایه قانون اساسی کشور که این قدرت رو به من داده، من دیکتاتور رو برکنار اعلام میکنم و بلافاصله حمایت بین المللی براش شروع میشه. پس قانون اساسی، بیشتر بیشتر حالا دارید درک میکنید شاید که چقدر نقش مهمی میتونه داشته باشه قانون اساسی توی یک کشور. من خیلی وقت بهتون قول یک برنامه ویژه قانون اساسی رو داده بودم، این برنامه رو بذارید برای ویژه برای همین ایام بذاریم، شاید هفته آینده این برنامه ویژه رو براتون گذاشتم همینجا که مفصل درباره قانون اساسی باهاتون صحبت بکنم. و ببینید وقتی میگیم قانون اساسی درباره چه مشکلاتی داریم میگیم، قانون اساسی مشروطه چه مشکلاتی داشته، قانون اساسی جمهوری اسلامی چه مشکلاتی داشته داره و قانون اساسی پیشنهادی ما اصلا چی هست و چرا قانون اساسی. این برنامه ویژه رو برای در 40مین سالگرد روی کار اومدن رژیم مارکسیستی اسلامیستی جمهوری اسلامی طلبتون از من داشته باشید. اما قدرت قانون اساسی حالا مردم ونزوئلا دارن میبیننش و اینکه ما نیاز داریم چیزی داشته باشیم که نه فقط برای امروزمون که داریم میریم رژیم جمهوری اسلامی رو پایین بکشیم، بلکه برای فردای کشورمون مطمئن باشیم. جایی هست در نهایت که اگر روزی دوباره دیکتاتوری ها
ایدئولوژی ها، مذاهب، هر چیزی از هر جایی خواست بیاد قدرت رو از مردم بگیره، سند قدرتمندی وجود داشته باشه که مردم بهش تکیه بدن. برای همین ما احتیاج به انقلاب قانون اساسی خودمون داریم. داشتیم صحبت از اتفاقات بعد از دیماه 96 میکردیم که همه دنیا نگاهاش به سمت ایران اومد چرخید. طرح‌های مختلف قرار شد بیاد وسط. یک سری کلیدواژه‌هایی از طرف گروه‌های مختلف سیاسی مطرح شد. میخوام همه اینا رو الان بیام براتون گره بزنم به اتفاقی که همین دو سه ساعت پیش توی شورای امنیت سازمان ملل متحد افتاد و حمایت دولت‌های بین المللی. دو تا از طرح‌های بزرگی که مطرح شد، یکی اومدن یه عده یک طرحی به اسم میدان میلیونی رو از یک جریان دیگه دزدیدن مطرح کردن وسط و گفتن میدان میلیونی. و من با دلایل فهم کنم خیلی آشکاری اومدم مخالفت خودم با این طرح اعلام کردم و همینطور کنگره ملی ایرانیان و گفتیم این طرح در ایران ما عملی نیست و ما با طرح فتح تهران وسط اومدیم. حالا میخوام این دوتا طرحو، چون خیلی ها میپرسن یعنی این دوتا یکی هن، این دوتا رو برای ما توضیح بدید. میخوام براتون فتح تهران و میدان میلیونی رو توضیح بدم که درباره چه چیزی داریم صحبت میکنیم. بهتون گفتم فتح تهران رو روی همین کتاب جدیدم که دارم کار میکنم، وقتی که به چطور خب بختیاری ها پیش قدم بودن، از همینجا یه درودی بفرستیم به بختیاری های شجاع، اما در از تمام کشور اومدن، از تبریز آذری های عزیز رو داشتیم، اینا اومدن وسط، از نقاط مختلف کشور ما میبینیم نیروها میان، برایند نیروها کنار هم جمع میشه و قاجارها رو به زانو در میاره، میان به تهران، چون همه چیز در تهران بود. همه چیز که میگم نه که این چیز خوبی باشه، واقعا چیز بدیه. این درجه از تمرکز که تمام قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، همه چیز در تهران گذاشته میشه. این به خاطر اینی که وقتی آدمهای نالایق روی کار میان، اینا متوجه نمیشن که باید این قدرت پخش بشه، باید پایتخت‌های مختلف توی کشور وجود داشته باشه، پایتخت فرهنگی، پایتخت هنری، پایتخت سیاسی، پایتخت اجتماعی. مثلا تو ایالات متحده آمریکا شما به شهر لس آنجلس نگاه میکنید، اون برای خودش پایتخت مثلا هنری در زمینه صنعت سینما و نمیدونم اینجور چیز هاست. توی نیویورک نگاه میکنید یک پایتخت به نوعی فرهنگی برای مجموعه شما انتشاراتی ها رو اونجا میبینید، کمپانی های مود رو اونجا میبینید و یک پایتختی دیگه ای رو توی نیویورک دارن. بعد نقاط مثلا تکساس پایتخت انرژی آمریکاست به نوعی و همینجور نقاط مختلف آمریکا، هر کدوم قدرت تقسیم شده توی تمام کشور و هر کدوم از این منطقه تا منطقه بعدی بخوای بری، شما باید با هواپیما 3 ساعت 4 ساعت فقط پرواز بکنی تا بتونی توی این نقاط مختلف، پایتخت های مختلفی که مثلا طراحی شده، بتونی اصلا به اونها برسی. پایتخت سیاسی اون وقت شهر واشنگتن، یه شهر بسیار کوچولویی که کارش سیاسته و شما در حکومت‌های دیکتاتوری این رو نمی‌بینید، چون حکومت دیکتاتوری افراد لایق روی کار نمیان، بادمجون دور قاپچین‌ها دور کار میان، روابط وسط میاد دیگه، ضوابط وجود نداره، آقازاده‌ها میان به قدرت میرسن، ژن خوب‌ها میان بالا و معمولاً هم آقازاده ها و ژن خوب ها 99.99% به فارسیش میشه 99.99999% آقازاده ها و ژن خوب هایی که با رانت بالا میان، آدم های بسیار بی‌لیاقت، کم هوش، با بهره های هوشی پایین، بدون اینکه مدیریت بدونن اصلا تجربه ای داشته باشن، اینا میان بالا و همه چیز رو خراب میکنن. خب در دوره فتح تهران انقلابیون مشروطه این رو فهمیدن و تهران رو فتح کردن. وقتی من رو همین کتاب جدید کار میکردم دیدم این روش دقیقا روشی که برای ایران ما جواب میده الان.
دیکتاتور همه چیز رو در تهران جمع کرده، تمام قدرت اونجاست، و اگر قرار جایی دیکتاتور سرکوب بشه در همون جا سرکوب میشه. حالا تفاوت‌ها و شباهت‌ها رو نگاه کنیم. توی ظاهر میدان میلیونی و فتح تهران هر دوتا یکی دیده میشن، اما المان‌هایی که بهش تکیه میکنن المان‌های متفاوتیه. تو میدان میلیونی دو المان ویژه وجود داره. نمونه های میدان میلیونی توی مصر اتفاق افتاد، شاید بزرگترین مدلش مدلی بود که در مصر اتفاق افتاد، در اوکراین اتفاق افتاد، در زمان انقلاب نارنجی اوکراین. و دو المان بزرگ میدان میلیونی، یکی حضور مردم توی صحنه است که صدها هزار نفر، میلیون ها نفر بیان توی صحنه، بیان توی یک نقطه‌ای در کنار همدیگه باشن و بمونن. المان دوم رسانه های آزاد هستند. یعنی رسانه های دنیا باید به عنوان پروتکشن، به عنوان حافظ مردم در صحنه حضور داشته باشن. اگر مردم باشن رسانه ها نباشن، قتل عام خواهد بود. یعنی اگر توی میدان میلیونی، مثلا تو میدان آزادی قاهره توی مصر که علیه دیکتاتور، دیکتاتوری مبارک، جوانهای مصری اومدن وسط و یک جوان کارمند شرکت گوگل یه دفعه اومد اعلام کرد، گفت بیایید جوانا بیایید بیرون، و رو شبکه‌های، اتفاقا با همین شبکه‌های اجتماعی اعتراض خودشون رو سازماندهی کردن. و جالبه بدونید که خب این بخشی از انقلاب‌های عربی منطقه بود که تمامشون از جنبش سبز آزادی خواهانه مردم ایران الهام گرفته بودن، که چطور با شبکه‌های اجتماعی میشه سازماندهی بزرگ اجتماعی کرد برای انقلاب‌ها. حالا در ایران شکست خورد، اما تمام کشورهای عربی منطقه از ایران الگو گرفتن و خیلی‌هاشون موفق شدن، دیکتاتورهاشون رو پایین کشیدن، بهار عربی معروف. اما خب مصری‌ها اومدن، صحنه رو نگاه بکنید. وقتی که دعوت میشه روی شبکه‌های اجتماعی جوان‌ها بیان بیرون، روز اعلام میشه، میگه آقا این روز بیایید بیرون توی میدون تحریر، مثلا توی مصر، تو قاهره. اولین کسانی که به میدون میرسن جوونها نیستن. از شب قبل از زمانی که اعلام شده بعد بیان مردم بیرون، شما میبینی رسانه های خارجی ونهای خودشون رو، ماشین های خبریشون رو با اون ماهواره هایی که بالای این ماشین ها هست میفرستن، چادر میزنن خبرنگارا، یعنی دور تا دور میدون خبرنگارها منتظر یک حادثه میشینن، خبرنگارهای بین المللی، و جوانها آروم آروم میان به سمت میدون. و سنگر رسانه های بین المللی حفاظت کننده تجمع جوانانه. قدرتمندترین اسلحه‌ای که امروز در دنیا وجود داره علیه دیکتاتورها دوربین های تلویزیون هاست. دوربین ها همه اونجا زوم کردن روی میدون، روی جوان ها. مگه ارتش میتونه تکون بخوره؟ تازه ارتش وقتی داره میبینه جمعیت جوان ها رو، یه خیلی خوب ارتش هم به خودش میاد و یه دفعه جنرال سیسی در حمایت از این جوان ها میاد وسط. مجموعه جنرال های مصری، یه خورده من جلوتر زدم جنرال سیسی رو، مجموعه جنرال های مصری، اینا میان وسط و حمایت خودشون رو اول اعلام میکنن، بعد اعتراض ادامه پیدا میکنه، فشار بین المللی به خاطر رسانه ها باعث میشه مبارک برکنار بشه، انقلابشون دچار یک سکته میشه. پروتکشن، لایه پروتکشن دوم، اینجا جنرال سیسی میاد وسط، دوچار یک سکته ای میشه. جوانها دعوت کرده بودن بیان وسط، یعنی همه اینا رو باید ببینیم. وقتی حرف از یک انقلابی داریم میزنیم، مجموعه این چیزها باید دیده بشه. جوانها که اومدن توی صحنه، یکی از گروه هایی که اتفاقا مخالفت کرده بود با حضور مردم توی صحنه تو همون میدون تحریر، اخوان المسلمین بود.
مسلم برادرهود. اخوان المسلمین به طرفداران خودش اعلام کرد نیاید بیرون. نیامدن بیرون. بعد دیدن دیکتاتور سقوط کرد و این جوانها سازماندهی نداشتن. فقط گفته بودن حالا بیاید بیرون، حالا تا بعد ببینیم چی کار میکنیم. اما یک جایی سازماندهی قدرتمندی داشت، اخوان المسلمین. 70-80 سال بود که تشکیلات خودشون رو داشتن. به محض سرنگونی دیکتاتور اونا از فرصت استفاده کردن، همه چیز رو هایجک کردن. اخوان المسلمین تنها تشکیلات سازماندهی شده قدرت حزبیدار که اتفاقا توسط سازمان امنیت شوروی هم پایه‌گذاری شده بود، اصلا اخوان المسلمین تونست همه چیز رو مال خودش بکنه. و وقتی میان بالا، حالا اینجا احتیاج به لایه دوم پروتکشن بود که ارتش مصر و جنرال سیسی میان وسط. چند سال بعد وقتی مرسی میاد به نمایندگی از اخوان المسلمین، میاد دیگه فرماندهان سپاه پاسداران دعوت میکنه ایران، وقتی که دیگه از کارشناسان رژیم جمهوری اسلامی، کارشناسان حقوقی رژیم جمهوری اسلامی میگه میخواد که بیایید قانون اساسی مصر رو با هم عوض بکنیم، اینجاست که سیسی میاد وسط، قدرتمند پوتین هاش رو میکوبه، دستگیر میکنه مرسی رو و دموکراسی رو از اون مسیری که منحرف داشت میشد برمیگردونه به جای اصلی خودش. زمان میبره، یه مقدار زمان میبره تا اون رسوب وحشت دوران دیکتاتوری مبارک و بعد از اون اون چیزی که اخوان المسلمین بهش چنگ انداخته بود، اخوان المسلمین به اعتقادات مردم چنگ انداخته بود، هر دوی اینها بتونه کنده بشه از ذهن مردم و مفهوم دموکراسی، یعنی رودخانه دموکراسی، بتونه جریان پیدا کنه توی ذهن مردم. ما این وضعیت ها رو تو ایران خودمون هم داریم. ما فردای آزادی یکی از بزرگترین مشکلات ما بعد از آزادی، حتی بعد از پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی، دقیقا همین مسائل خواهد بود. ما هنوز شبکه های قدرتمند سازماندهی شده ای داریم که اونا شروع خواهند کرد به کثافت کاری. شبکه مساجد در سراسر کشور، حوزه های علمیه که میلیاردها دلار پول نفت ایران رو مثل حیولاهایی به درون خودشون کشیدن و شبکه های قدرتمندی برای خودشون درست کردن، اینا با چنگ و دندون به جون دموکراسی نوپای بعد از تازه براندازی رژیم جمهوری اسلامی خواهند افتاد. ما به همه اینها باید فکر بکنیم و اون وقته که تازه ما به ارتش قدرتمند احتیاج داریم که اینا رو بپاد. حالا بذارید زیاد جلو نریم توی همین بحث رسانه‌ها و پروتکشن لایه اول میدان میلیونی. بذارید اول فتح تهران رو بهتون بگم، بگم اون لازمه‌اش چی، بعد بیام این دوتا رو بگم حالا چرا در ایران این جواب نمیده و اون یکی جواب میده. ما توی فتح تهران روی دو چیز حساب میکنیم. ما روی حضور مردم و حمایت بین المللی حساب میکنیم. این دوتا فاکتوریه که نیاز داریم. بسیار شبیه به اتفاقی که در ونزوئلای امروز داره رخ میده. حالا من برگردم روی میدان میلیونی. خب چرا؟ اونم دو تا فاکتور داشت دیگه. میدان میلیونی میگفتیم حضور مردم و رسانه‌های آزاد به عنوان پروتکشن لایه اول. توی فتح تهران داریم میگیم حضور مردم و حمایت بین المللی. چرا؟ برای اینکه رسانه‌ها کارکردشون چیه؟ رسانه‌ها میتونن خجالت بدن. اهرمی که رسانه‌ها دارن خجالت دادنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا دوربین CNN و فاکس نیوز یا دویچه وله یا خبرگزاری فرانسه یا مثلا خبرگزاری‌های بزرگ دنیا، این دوربینا نهایتش چیکار میتونن بکنن؟ نهایتش میتونن نشون بدن که مثلا نگاه کنید دیکتاتور میخواد سرکوب بکنه، که دیکتاتور این صحنه ها رو ببینه، پای تلویزیون خجالت بکشه، شرم کنه و این کارا رو نکنه. شرم کنه و وقتی مخالفت شدید مردمو داره میبینه، دیکتاتور بگه خب مردم من سر تسلیم فرود میارم، در برابر شما میرم کنار. من از شماها میپرسم، میدونید واژه‌ای که آخوند باهاش بیگانه است چیه؟ اینو خودم نمیگم، یادمه سالها پیش بود، شاید 15-16 سال پیش بود، توی زندان
یکی از همین سخنرانی‌های همین آخوندای توی نماز جمعه، جنتی بود نمیدونم یا امامی کاشانی، یکی از این دوتا بود، توی تلویزیون زندان داشتم این سخنرانی رو نگاه میکردم و خیلی برام جالب بود که برگشت گفت که ما طلبه ها یاد گرفتیم که شرم نداشته باشیم، برای اینکه وقتی میخوایم در برابر خدای خودمون زانو بزنیم و گدایی بکنیم نباید خجالت بکشیم. اینجوری داشت توجیهش میکرد، ولی از دروسی که توی حوزه های علمیه، از دروس کاربردی که تو ورکشاپ های حوزه های علمیه به آخوندها میدن دقیقا اینه. یک رازی رو گفت. همه اونایی که توی حوزه های علمیه بودن دارن الان این برنامه رو میبینن، خیلی خوب میدونن من درباره چی دارم حرف میزنم. از روش های ویژه‌ای که توی این حوزه های علمیه به کار میبرن که شرم طرف بریزه، خجالت نکشه دیگه از هر کاری که میکنه، با این توجیه که ما باید بتونیم جلوی خدای خودمون عشق بریزیم و خجالت نکشیم، التماس بکنیم و خجالت نکشیم در واقع. و اینکه میبینید مثلا مصباح یزدی میاد میگه مردم چی کار هستند، خدا مشخصه، دموکراسی وجود نداره، رأی مردم چیست، نماینده خدا تصمیم میگیره، برای اینکه شرم ریخته. خب حالا اگر ما آخوندهایی رو روی کار داریم، قدرت سیاسی رو قبضه کردن، قدرت اقتصادی رو قبضه کردن، قدرت نظامی رو قبضه کردن، قدرت فرهنگی رو قبضه کردن، قدرت همه چیز رو، قدرت هنری رو قبضه کردن، آقا فیلم ها رو نگاه میکنی حالت به هم میخوره. مؤسسه یه نمیدونم فجر سپاه پاسداران بیشترین تعداد فیلم ها رو داره تولید میکنه میده بیرون، همه چیز، یعنی اصلا صنعت فیلم سازی ما، صنعت هنری ما یک صنعت کاملا حکومتی شده که امید درش نیست، آرزو درش نیست، زیبایی درش نیست، فقط ناامیدی، فقط درد. و اگر فیلم کمدی هم میسازن سرشار از لودگی و بی‌هنریه، برای اینکه همه چیز تحت کنترل آخوندهاست، کنترل همه چیز رو به دست گرفتن. حالا آخوندهایی که کنترل همه چیز رو به دست گرفتن و در حوزه های علمیه آموختند که شرمسار از هیچ کدوم از رفتارهای خودشون نباشن، شما با کدوم دوربین تلویزیونی دنیا میخواید اینا رو شرمسار بکنید؟ خامنه ای که با بیشرمی تمام اومد جلوی دوربین توی 18 تیر خود ما، و اگر عکس منو پاره میکنن من بخشیدم حق خودمو، اما از حق شما مردم نمیتونم بگذرم. بریزید سلاخیشون بکنید و از حسینیه امام خمینی، توی همون نشونتون دادم روی اون گوگل مپ یادتون هست که درست کنار کاخ مرمری که خامنه‌ای توش زندگی میکنه، یه چند قدم اون طرفتر که اساسنان هر روز میاد میره زیر گل و بته و بلبل و اینا، خودشو میرسونه به حسینیه امام خمینی. بسیجی‌ها رو جمع کردن اونجا توی همون 18 تیر 78. آقا ما جلوی دانشگاه تهران یه دفعه دیدیم از سمت خیابون لبافی نژاد یه دفعه جمع زیادی از بعضی وقت به حیوانات توهین میشه، ولی سگهای هار به اسم مثلا خود انصار حزب الله بودن اون زمان دیگه، که الان متخصصین امور فرهنگی ما هستن، مسعود دهنمکی و دار دستشون الله کرم و اینها، با باتومهای میخدار، من این صحنه رو به چشمم دیدم، یعنی اینگاه از پای جلوی در حسینیه امام خمینی، پای سخنرانی خمینی که اومدن بیرون، جلوی در بهشون این باتومای این دست بیلایی که بهش میخ زده بودن و دورش سیمخاردار کشیده بودن و این چیزها رو دادن دستشون، بیفتید به جون جوونا. ما یه دفعه دیدیم یه گله از اینا اومدن سمت بچه ها جلوی سردر دانشگاه تهران که عشق چی؟ عشق فقط عشق علی، رهبر فقط سید علی، تو این مایه ها و فریاد و نعره و که چی؟ عشق دیکتاتور رو دیده بودن. ما این چیزا رو به چشممون دیدیم، باتوماتوماشون به تنمون خورد. وقتی ندا رو میکشتن، چند روز پیش تولد ندا بود،
روح شاد، سمبل مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران. اینو میگم که اصلاح طلبا مثل نوار منیزیوم بسوزن، اینکه ندا واقعا سمبل آزادی خواهی مردم ایران هست و خواهد بود برای همیشه. روزی رو میبینم که مجسمه ندا رو ما تو میادین شهرهای ایران داشته باشیم. روزی که ندا کشته شد، من دقیقا یادم هست توی واشنگتن، یکی از این شبکه های تلویزیونی واشنگتن، CBN بود اگر اشتباه نکنم، کریستیان برادکاستینگ نتورک، شبکه CBN، من برای یه مصاحبه رفته بودم اونجا و بعد از اینکه مصاحبه تلویزیونیم تموم شد، یکی از کارگردانای اونجا اومد به من گفت که میتونم یه خواهشی ازت بکنم. گفتم چیه؟ گفت که ما یه ساوند بایت داریم، یه متنیه مال سوپریم لیدر ایرانه، مال ولی فقیه ایرانه مثلا. گفتم خب. گفتن چون میخوایم یه کسی باشه که لهجه انگلیسیش لهجه فارسی داشته باشه. گفتم خب. گفتن میشه بیای شما اینو بخونی برای ما؟ که گفتم باشه. حالا من خودم توی این مصاحبه بودم، توی بوهه جنبش سبز بود، شروع جنبش سبز، یعنی شاید مثلا یکی دو روز بعد از، فکر کنم دو روز بعد از اون حضور میلیونی مردم توی خیابونا بود، اون تظاهرات 4.5 میلیون نفری اگه اشتباه نکنم 25 خرداد، که متن رو به من دادن، من پشت این میکروفون مخصوصی که برای دوبلشون میذارن وایسادم که متن رو بخونم. متن رو وقتی به انگلیسی خوندم همینجوری خودم اشکم سرازیر شد که خامنه ای دستور کشتار داد. و وقتی اومدم بیرون کارگردان گفت چی شده؟ گفتم این دستور کشتاره، شروع میکنن به کشتن الان. و یادتون هست جسم ناقصی دارم، چی دارم، علیلی دارم، ذلیلی دارم، حقیری دارم، بریزید بکشید، که گلوله به قلب ندا شلیک شد و 360 جوان دیگر رو سلاخی کردن توی خیابان. برای اینکه شرم نداره، برای اینکه براش مهم نیست که تمام دوربین های دنیا از جنایاتشون، از کثافتکاری هاشون، از خونریزی هاشون نشون میدن. وقتی شرم وجود نداره، حضور رسانه ها بیمعنیه. حالا نوچه های اونا هم، مسعود بهنود هم میدونید که تو حوزه علمیه قوم بود دیگه، یه دو سالی رو فکر میکنم تو حوزه علمیه بود، حتی معمم شده بود، بیشتر از دو سال بود، ابا عمامه‌ای داشت و بعد یه دفعه چپ شد، آخوندی که چپ شد، از ابا عمامه‌شو ورداشت و تصمیم گرفت دیگه یکی از مبلغین بزرگ مارکسیسم اسلامی باشه. عباشو ورداشت، موهاشو فرفری کرد، فرفری سیاه رنگ، که از همون موقع هم تا الان 60 70 سال همجوری موهاشو هی رنگ سیاه فرفری، هی همون رنگ رو با خودش داره همیشه. ما هم بریم رنگ کنیم یواش یواش. نه هنوز خیلی بود، شکر خدا. بعد و با مسعود بهنود رو شما حالا هر چی هی بیایید بگید بابا خیانتکار، بابا حالا پوفیوز، بابا نامرد، بی وجدان، مردم دارن کشته میشن، چرا از رژیم حمایت میکنی؟ هی برید بگید شما. دقت کردید عین خیالش نیست؟ چون تو حوزه علمیه بوده بابا جان. برای اینکه آخونده، برای اینکه شرم نداره. حالا روی صحبت من دوستانه، بذارید یه بار دوستانه، میخوام توهین نکنم دیگه بهشون، دیگه نگم فرش گرد آبی فیروزه، بگیم فرش گردی. خب بالاخره زحمت کشیدن یه گروهی ساختن برای خودشون، فرش گردی. دوستانه میخوام بهتون بگم، به ما خیلی ظلم کردین، دروغ هم برای ما زیاد میگین، صفحه سازی هم برای ما زیاد میکنین، از این شایعات زیاد درست میکنین، اما بذار دوستانه بهتون بگم، به احترام مردمی که توی خیابون هستن، بعد بتونیم غیر از اون دسته خبرچین های وزارت اطلاعاتی که توی شماها هستن که حاضر به نشستن با همه کس هستیم، ما در کنگره ملی ایرانیان بدون هیچ پیش شرطی،
بجز تجزیه طلبان و خبرچین‌های وزارت اطلاعات. چون آقا یکی از اعتقادش کمونیست‌ها اعتقادشون به ما نمی‌سازه. آقا بالاخره اونا یه حرف دیگه‌ای رو دارن می‌زنن. یه ایدئولوژی دیگه‌ای رو دنبال می‌کنن ولی مبارزن. دارن با رژیم می‌جنگن. ولی خبرچین‌ها و خبرچین‌های وزارت اطلاعات و تجزیه طلبان خطوط قرمز ما هستن. حالا اون بخش غیر خبرچین وزارت اطلاعات فرشگرد منظور من هست. میدان میلیونی رو هی تو ساز میزنید، آیا واقعا اعتقاد دارید که آخوندهای حکومتی ایران اولا اجازه خواهند داد که رسانه ها بیان توی میدون دور جوان ها و ساپورت بکنن، این جوان ها رو پروتکت بکنن، حفاظت بکنن مردم رو که اتفاقی برای مردم نیفته و آخوند خامنه ای هم نگران باشه که من کسی رو جلو دوربین سی ان ان نکشم، مثلا کسی رو جلوی دوربین من فاکس نیوز نکشم؟ اصلا این رسانه ها میتونن تو ایران دفتر داشت؟ اصلا دارن دفتر؟ نه. خب پس شما این میدان میلیونیتون رو با چی میخواید دقیقا پیاده کنید؟ اون لایه حفاظتیش چیه؟ وجود نداره. به مردم فکر کنید و عاقلانه عمل کنیم به خاطر مردم. پس بحث بیشرمی آخوندهای حاکم بر ایران بزرگترین مشکل برای شکل نگرفتن طرح میدان میلیونیه. حالا بیام نگاه کنیم به فتح تهران. تو فتح تهران المان‌ها چی بودن؟ المان‌ها حضور مردمن، حضور میلیونی مردم که ما داریم دعوت میکنیم، میگیم آقا در روز خاصی که همه فاکتورها برای این روز خاص باید فراهم باشه، نمیتونیم اینجا توی لایف براتون صحبت بکنیم دربارش، زمانش، مکانش، نحوه دعوت کردنش و اینا همه چیزاییه که بحثای پابلیک نیست، اینا باید بحثای پشت پردهی باشه که گروه هایی که با هم توافق میکنن بتونن انجام بدن. من آرزومه که شورای انقلاب هرچه سریعتر شکل بگیره، که امروز اتفاقا خیلی کار مهمی هم دارم با سنگ اندازان در راه شورای انقلاب که دست از این بچه بازی‌ها دیگه باید بردارن و باید بیان وسط. اگه نمیخوانن بیان وسط، تکلیفشون روشن کنن با مردم، بدونیم دیگه چه المانایی رو داریم، با اون المانا کار کنیم. و همه اینها باید آماده باشه. وقتی که همه چیز آماده شد و دعوت از همه مردم انجام شد که در یک روز خاصی به سمت تهران حرکت کنن، ما از تمام کشور شاهد حضور مردم در تهران باشیم، میلیون ها نفر توی خیابون های تهران باشن و مطمئن باشیم که حمایت بین المللی رو پشت این جریان تونستیم بیاریم اون وقت. یعنی ما غیر از حضور میلیونی مردم روی حمایت دنیای بین الملل حساب میکنیم. حمایت دنیای بین الملل به این معنی نیست که ما خود فروخته هستیم، نوکر اجنبی هستیم، ما میخواییم کشورمون مستعمره بشه، از این حرفایی که چپ ها میان میزنن، مثلا تاجزاده و نمیدونم حجاریان و نمیدونم خود این عطا مهاجرانی و بهنود و همه این خیانتکارهایی که این روزها از این حرفا زیاد میزنن، اصلاح طلب ها، خیلی های دیگه، که کشور نباید به دست نمیدونم خارجی ها نمیدونم بیفته و فلان، و حالیشون نیست که بابا کشور ما که مستعمره روسیه است، لام از سبا. من تو دوتا سوالی که از تاجزاده پرسیده بودم، سوال اولش این بود که اومده بود تاجزاده گفته بود نباید کاخ سفید تعیین تکلیف کنه برای مردم ونزوئلا. نوشتم مصطفی جان، کاخ سفید نباید تعیین تکلیف کنه؟ آیا کاخ کرملین هم نباید تعیین تکلیف کنه؟ اونم نوشتی یا نه؟ که حالا الان به اونم میرسیم وقتی درباره اجلاس امروز صبح سازمان ملل خواستیم صحبت کنیم. کاخ کرملین که دیگه همه جوره لشگرکشی، که نیروهاش هم آلردی فرستاد، روسیه نیروهای نظامی خودش رو، ناوگان جنگی فرستاد، موشک‌هاشو فرستاد، نیروهاشو فرستاد، هواپیماهاشو فرستاد، همه اینا رو فرستاد آلردی به سمت ونزوئلا. آمریکا که نفرستاد چیزی، که تو همسایگی آمریکا هم هست، هیچی براش نفرستاده که. ولی روسیه فرستاده، بعد که نیروهاشو میفرسته میرسن به نیروهای روسی به سواحل ونزوئلا، دولت روسیه اعلام میکنه هیچ قدرت خارجی حق نداره بخواد اینجا حمله دخالت نظامی بکنه.
پدر سگ شما که نیروهاتون اونجاست که. بعد اون وقت آقای تاج‌زاده میاد، بله کاخ سفید حق ندارد، میشه آقای تاج‌زاده بنویس حالا کاخ سفید و کاخ کرملین هر دو تا رو بنویس، لااقل جیگرمون خنک شه. باور کنیم مثلا شماها عمله دست همسایه شمالی نیستید. و خب حالا نکته دومی هم که گفته بود بحث این بود که میگفت باید تحولات اجتماعی، خیلی جالبه کامنت بچه ها، نمیم حالا بتونید بنویسید تو کامنت های این زیر، البته توی استوری دوستا گذاشتن که یه چیز توی این مایه ها گفته بود که آره باید یک دولت وحدت ملی بیاد شکل بگیره در داخل ونزوئلا، که از تاج‌زاده سوال کردم این دولت وحدت ملی دقیقا منظورت همون وحدت ملی بین اصلاح طلب ها و اصولگره هاست دیگه، که یادآوری بهش کردم که ببین از دی 96 به این ور دیگه یه توصیه بهش کردم، بعدش دی 96 به این ور دیگه مردم به اصلاح طلب و اصولگره گفتن نه، یا برانداز باید باشی یا آقای تاج‌زاده یا بازنشست بشی، برید کنار که از خشم مردم در امان بمونید، خشم انقلابی مردم. آخرش هم یه از ما گفتن و برش گفتم دیگه، خودشون میدونن هر کاری که میخوان بکنن. بعد یه پرانتزم اینجا براتون باز کنم، دیدم بعضی اومده بودن عکسای مثلا قدیمی ما رو با بعضی از این دوستان گذاشته بودن، سال 1381 بود، از یکی از این انفرادیای سنگین خودم توی زندان اوین اومده بودم بیرون و یادم 79 بود فکر میکنم درست حافظم اگه یادی بکنه، که 79 بود که سعید حجاریان رو با تیر زده بودن، بعد سعید اسکر زده بود. و خب برای ماهایی که اون موقع جوانایی بودیم که داشتیم فعالیت سیاسی میکردیم، ما تاریخ رو اون موقع که امیر فخرآور نبود که بیاد کتاب رفیق آیت الله رو برای ما نوشته باشه و ما کتاب رفیق آیت الله رو خونده باشیم و تاریخ کشور دستمون اومده باشه، ما توی فضای سترون شده عجیب و غریبی تو اون کشور زندگی میکردیم، تو این فضا هیچی از تاریخ انقلاب نمیدونستیم. ما تو این فضا فقط تنها روزنامه‌ای که میدیدیم، مثلا روزنامه‌ای که منتقد دولت بودن، مثلا میدیدیم روزنامه‌ای اصلاح طلب رو ما منتقد حکومت و دولت و فاصله زیادی بین حکومت و دولت هم نمیتونستیم پیدا بکنیم. فکر کنید توی سن و سال ماها اون موقع 20 و چند ساله است، بذار ببینم 24-25 ساله بودم من اون موقع فکر میکنم، و توی این سن و سال داریم میبینیم یه سری اتفاقاتی داره تو کشور اتفاق میفته، یه سری افرادی دارن اعتراض میکنن به سیستم و این تنها چیزایی که ما میبینیم، اسامیشون هم توی روزنامه ها داشتیم میدیدیم. هیچ کتاب دیگه ای هم در اختیار ما نیست، هیچ عملا شبکه های ماهواره ای هم وجود ندارن، اینترنت هم عملا به ما هیچ تغذیه ای نمیرسونه و ما تو این فضای سترون داریم میشنویم مثلا کیا دارن اعتراض میکنن، تاج‌زاده، بهنود، حجاریان، اکبر گنجی، اینا کسایی هستن که دارن اعتماد، اینا رو داریم میشنویم. من اتفاقا از زندان که اومدم توی برنامه توی بیمارستان سینا اگر اشتباه نکنم گذاشته بودن که جمع شده بودن همه این روزنامه نگارها و اینا و دست جمعی با هم دیگه نگران حال مثلا سعید حجاریان بودن، که تو حیات بیمارستان خیلی ها شاید 3-4 هزار نفر جمع بودن دوره هم، مراسم نزدیک نوروز بود فکر میکنم، شاید هم نوروز بود اصلا، که توی اون مراسم خیلی از اینا وایسادیم با هم دیگه، همه عکس گرفتیم کنارشون و بعد آروم آروم حالا داریم تجربه میکنیم توی این فضای سیاسی، داریم میایم جلو و میبینیم یکی یکی اینا ایداد بیداد، اینا خودشون جزو جنایتکارا هن، اینا خودشون جزو کسایی هستن که اعدام میکردن، اینا خودشون جزو کسایی هستن که شکنجه میکردن، خودشون جزو سیستمن، ولی سیستم هی اینا رو به خورد ماها میداد به عنوان مبارز اون زمان. و حالا این عکسایی که الان دارن میارن رو میکنن عکسای بیمارستان سیناه، آتو گرفتید. اما از بحثمون منحرف نشیم، خلاصه که وقتی داریم میگیم حمایت بین الملل، نیاز به این حمایت بین الملل وجود داره. سالیان سال مبارزات مردم ونزوئلا جریان داشت، دست کم از همون سال 2002-2003 که این اعتراضات مردم شروع شد، یعنی 1999 دیکتاتوری
هوگو چاوز، دیکتاتوری چاوز با نقاب دموکراسی چپگرا که میاد و به نوعی میگه من سوسیال دموکرات هستم، سوسیالیسم رو میخواد بیاره بالا و همه چیز برای همه مجانی. و یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیاست، فراموش نکنیم. و این همه نفت، این همه پولا کجا رفت؟ لامصب. همجوری که دارم میگم دونه دونه این المانا رو بچینید کنار ایران عزیزم، کشوری ثروتمند، مردمی خوشبخت که دارن آروم آروم مسیر دموکراسی رو طی میکنن. پرفکت نیست، مشکلات زیادی وجود داره، حکومت برخوردهایی داره پشت پرده میکنه و یک سری مسائل داره با نارضایتی سیاسی اتفاق میفته، یه نارضایتیایی به وجود میاد، بعد ایدئولوژی مارکسیستی میاد وسط. یه دفعه ایدئولوژی مارکسیستی ویروسیه که همه رو تو جامعه مبتلا میکنه، بعد آروم آروم جامعه میاد، افرادی میان، پوپولیست هایی میان سر مردم کلاه میذارن، آب و برق را مجانی میکنیم، با نمیدونم خانه برای همه تان میخریم، همه کار میکنیم، دنیا و آخرت میسازیم. با این شعارهای پوپولیستی میان سوار میشن، مردم بهشون اعتماد میکنن، میان جلو بهشون رأی میدن، بعد دیگه مردم هر کاری میکنن اینا رو از خر قدرت پیاده بکنن، دیگه پیاده نمیشن. هوگو چاوز به هیچ قیمتی پیاده نمیشه تا در سطح وسیع ناراضیای سیاسی رو دستگیر میکنن، زندانی میکنن، تبعید میکنن، آدم ها رو میکشن. و یک امروز مثالی که زد آقای مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، از دولت ونزوئلا رو به عنوان یک مافیای فاسد حکومتی یاد کرد و این واقعیته. یعنی همین مافیایی که میبینید در ایران ما هم وجود داره عیناً. یعنی شما ونزوئلا رو انگار اصلا دارید ایران رو میبینید، ایرانی که رژیم جمهوری اسلامی با ایدئولوژی مارکسیستی اسلامیستی خودش اومده سوار مردم شده، همه چی میخواد مجانی کنه، ولی ببینید چه بلایی داره سر مردم میاره. خب حالا با همه این شرایط از 2002-2003، یعنی 2-3 سال بعد از روی کار اومدن چاوز، تلاش کردن مردم بکشنش پایین، نشد. تو انتخابات ها شروع کرد دستکاری کردن، همین کاری که رژیم جمهوری اسلامی کرده، دائم همه انتخابات ها رو تا عالی ترین سطح ممکن دستکاری کردن، فقط برای اینکه تو قدرت بمونه. تمام قضات دیوان عالی رو همه رو هی جابجا کردن، قضات نوکر و نوچه خودشون رو، هم چاوز هم مادورو آوردن گذاشتن بالا که از اون بالا هم برای خودشون پروتکشن ایجاد کنن از همه جا. در نهایت قانون اساسی چون یه جایی به مردم حق رأی رو داده بود، مردم اومدن کنگره ملی خودشون رو انتخاب کردن، رأی ها رو دادن، پارلمان انتخاب شد، پارلمان رو باطل اعلام کردن، مادورو باطل اعلام کرد و اومد 2015 بود، کسی که پیروز شده بود تو انتخابات رو دستگیر کرد، حبس خونگی کرد. مبارزات ادامه پیدا کرد، همچنان توی خیابون‌ها مردم همچنان حضور داشتن، مبارزات خیابانی همزمان با مذاکرات پشت پرده با قدرت‌ها شروع کردن. ناراضیای سیاسی ونزوئلا با دولت اوباما اون زمان روی کار صحبت کردن، دولت اوباما جوابشون رو نداد. جان کری، یادتون هست گفتم دو دسته دیپلمات ما داریم، دیپلمات‌هایی که ایدئولوژی‌گرا هستن، همون دومینو براشون چیده است، دیپلمات‌هایی که واقع‌گرا هستن. جان کری جزو دیپلمات‌های ایدئولوژی‌گراه، یعنی صفحه‌ای رو چیده، یه سری مهره‌های رو چیده تو اون صفحه، همین درسته، این بعد تا آخر بره دیگه، انقدر پیچیدگی مغزی نداره شطرنج بازی کنه تو دنیای بین الملل. و هر چی اومدن گفتن آقای جان کری وزیر خارجه، بابا ونزوئلا ما انتخابات بردیم، آقا این چه وضعیه؟ گفت جمع کنید برید بابا، خیلی هم سوسیالیست خوبه بذارید رو کار بمونه، چون حزب دموکرات آمریکا میدونید که رسما دیگه حزب سوسیالیست آمریکاست. و دولت اوباما گوش شنوایی نداشت برای این، ولی ناراضی سیاسی نشستن، مردم همینجوری توی خیابون‌ها اعتراضاتشون ادامه داشت، اعتصابات ادامه داشت. و با وجود اینکه کشور پول کلونی در می آورد، ولی پولا گم میشد. در دوران احمدی نژاد، فقط شما تصور بکنید، فقط در دوران احمدی نژاد درآمد نفت کشور 800 میلیارد دلار بود، فقط در دوران احمدی نژاد. بقیه دوره ها بماند، چون اون موقع دوره بود که فرصت خیلی خوبی پیدا شده بود، قیمت نفت رفته بود حسابی بالا و همینجوری هی کشور درآمد نفتی داشت و مردم هی فقیر و فقیرتر داشتن میشدن.
برای اینکه مافیای دولتی بزرگتر میشد، برای اینکه بیشتر پول میکشید تو خودش. درود دوباره به همه یاران. با بدون اخطار دوباره اینستاگرام رو قطع کرد. اما هی منتظر بودم داشتم نگاه میکردم ببینم کی بالاخره دو دقیقه اخطار رو به ما میده، که بدون اینکه دو دقیقه رو بده یه دفعه دیدم رفت. و یه چند ثانیه منتظر بودم چون میدونم توی یوتیوب بعدن میبینید کامل این رو کنار هم دیگه. بچه ها زحمت چون میکشن، بچه های ادمین میذارن، که یه خواهشی هم بکنم از بچه های ادمین، بچه های فعال کنگره ملی ایرانیان، که ویدیوها رو یه مقدار سریعتر آماده بکنید بالا بذارید، چون بچه ها خیلی ها درخواست میکنن بعد از اینکه لایو میاد بالا درخواست میکنن که این رو توی چیز داشته باشن، توی یوتیوب بتونن داشته باشن. داشتم میگفتم که این خب این همه کشور داشت پول در می آورد و پولا داشت ونزوئلا، پولای نفت گم میشد. همین اتفاقی که توی ایران ما داره میفته. از یه طرف دیگه یه چیزی که توی رسانه ها شما زیاد نمیشن، برای چی روسیه انقدر نگرانه، انقدر حساسه روی داستان ونزوئلا؟ برای اینکه روس‌ها سرمایه گذاری بسیار بسیار سنگینی توی ونزوئلا کردن. خیلی از کارخانجات، صنایع بزرگ، صنایع مادر، خیلی از بنادر، حتی پایگاه‌های نظامی، همه اینها در اختیار روس‌ها قرار گرفته. میلیاردها دلار سرمایه گذاری روس‌ها، یعنی پولای خود کشور و پولای خود ونزوئلا رو می‌دزدن و همون پولا همونجا سرمایه گذاری می‌کنن. دقت بکنید، این همین کارا روس‌ها و چینی‌ها توی ایران ما کردن. یعنی رفتن چنبره زدن روی دو تا کشوری که دو تا از بزرگترین دارندگان نفت و گاز دنیا هن، ایران و ونزوئلا. روس‌ها و چینی‌ها روی این دو تا کشور چنبره زدن، نفتشون رو میکشن، پولشون رو میگیرن، با همون پولای خودشون تو کشورهای خودشون توی ایران و ونزوئلا شروع میکنن سرمایه گذاری هم کردن. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم، پدر ساشا صبحانی و دار و دستش، سرمایه گذاری های بسیار بسیار کلونی رو توی ونزوئلا رفتن انجام دادن. حالا همه این چیزا در خطره. روسیه برای این نگرانه، میلیاردها دلار سرمایه گذاریش اونجا وسطه. و این سرمایه گذاری اگر یک دولت دموکراتیک و آزادی روی کار بیاد، که دیگه مادوروی دیکتاتور یا هوگو چاوز دیکتاتور همه کارش نباشه، که روسا دوست دارن یه دونه دیکتاتور باشه راحت بتونن با دیکتاتور صحبت کنن، حوصله ندارن بیان برن توی یک فضای دموکراتیک بشینن حالا رأی بدن، پارلمان مجلس رأی بده، سخت اونجوری. خوبیش اینه که یه دونه دیکتاتور ما بالای کار داشته باشیم که خود خنگم باشه، مثل سید علی. سید علی از لحاظ بهره هوشی، کتاب رفیق آیت الله فصل 2 اگر اشتباه نکنم، فصل 2 یا فصل 3، درباره بهره هوشی سید علی براتون گفتم. سید علی بهره هوشی بسیار پایینی داره، آدم خنگیه و همه هم میدونستن، خیلی هم مسخرش میکردن تو جوانیش سر همین خنگ بازیاش و اینا، خیلی دستش مینداختن و خیلی چیزا عقده شده. الان این همه آدم کشی و جنایت برای اینکه عقده زیاد داره تو وجودش. و معمولا دیکتاتورها آدمای باهوشی نیستن. سید علی و مادورو از لحاظ بهره هوشی یه جورای شبیه هم دیگن. و حکومت‌های مثل روسیه و چین میخوان این چیزا رو. میخوان یه دیکتاتور ناقص عقلی روی کار باشه که بتونن راحت سرش کلا بذارن. و دیگه حوصله چونه زدن با بقیه هم ندارن. مثلا پوتین کار داره، میاد میره پیش سید علی، میگه سید علی دیگه نذار کسی بفهمه، هم بین خودمون باشه. بیا این الان دولت ما مثلا اینقدر کم داره، ما موشک های S-300 یادت 10 سال پیش میخواستیم بهت بدیم؟ سید علی هم میگه بله بله آهاد ملت نمیدانن، من میدانم. میخوام موشک های S-300 دیگه الان کهنه است دیگه سید علی، پولش هم دادین الان نداره، بیاین یه دونه چک دیگه به ما بدین، S-300 روش به جای 300 میخوایم بنویسیم 400، S-400 رو بدیم بهتون. سید علی میگه خب چکار میکنه؟ میگه S-400 از لحاظ نانوتکنولوژی میاد میره مثلا ده به سمت فرمول آلفا زیر رادیکال فلان. سید علی هم اینجوری نگاه میکنه برای اینکه مثلا به روی خودش نیاره که نفهمید اون چی گفت، چون اون چیزی هم که اون میگفت هیچ معنی نداشت. بعد سید علی میگه واو، آورین ولادیمیر، باشه بیا چکو بگیر برو بکنش S-400 تحویل ما بده.
نه S-300 روسی هیچ وقت جای شلیک کرد. دقت کردین روسیه S-300شو به سوریه فروخته، به جمهوری اسلامی فروخته، به خیلی جای دیگه دنیا فروخته. مثلا اینا موشکای ضد موشکن. دقت کردین تو تمام این حملاتی که اسرائیل میکنه، آمریکا کرد، نیروهای متحد آمریکا از روی ناوهای هواپیما بر این همه موشک زدن به سوریه، سیستم دفاع ضد موشکی S-300 روسی اونجا سواره، یک دونه موشک از توش بیرون نمیاد. چرا؟ برای اینکه این سیستم اصلا کار نمیکنه. یه سری آهن پاره حلبی روسا میفروشن، پولشو میگیرن، بعدش هم ودکاشونو میزنن فروشندگان به هم دیگه، قه قه میخندن به ریش احمقایی که این چیزا رو اومدن ازشون خریدن. میخوان روسیه و چین که اینجور دیکتاتورای احمق روی کار باشن اصلا؟ چون اگر یک سیستم دموکراسی آزادی روی کار باشه اینجوری نیست. کارشناسا وسطن، نماینده های مردم وسطن، و خیانت دیگه به این راحتی ها نخواهد بود. تجارت کردن با دیکتاتورها هم به این راحتی ها نخواهد بود دیگه. پس روسیه با چنگ و دندون وای میسته برای دفاع از دیکتاتوری. اما حالا بر بچه های دانشجوی مبارز چی کار کردن تو ونزوئلا؟ اینا اومدن وقتی دیدن دیگه جان کری و باراک حسین اوباما خیانتکارن، گفتن از اینا آبی برای ما گرم نمیشه. پرزیدنت ترامپ اومد روی کار. به محض اینکه اومد روی کار، مذاکرات این بچه ها پشت پرده با دولت ترامپ شروع شد. نمیخوام بگم با کیا، نمیخوام خط بدم به رقبای سیاسیمون که الان اینجا نشستن خط بگیرن ببینن کجا باید برن. و همون جاهایی که صحبت میکردن ما با اونها داریم صحبت میکنیم. این بچه ها پشت پرده ها صحبت های خودشون رو با دولت آمریکا کرده بودن، حمایت ها رو گرفته بودن. و این که بهتون میگم المان فتح تهران غیر از حضور میلیونی مردم حمایت بین المللی هست، یعنی یک اپوزیشن منسجم قدرتمندی این پشت باید وجود داشته باشه که بیاد بره سراغ دولت‌های بزرگ و به ویژه ایالات متحده آمریکا. چون ایالات متحده آمریکا وقتی باش توافق می‌کنی تمام متحدین خودش هم میاره وسط برات. لازم نیست با همه بری چک و چونه بزنی. من سر داستان تحریم نفت قبلا بهتون گفتم که وقتی با سفیر فرانسه توی واشنگتن رفتم صحبت کنم، رفتم تو دفترش نشستم و بهش درباره تحریم نفت گفتم، حرفای منو کامل شنید. وقتی شنید گفت ببین امیر، همه اینا رو به ما گفتی ولی ما کاری نیستیم. فرانسه گفت شما کنگره آمریکا رو همراه کنید، دولت فرانسه دنبالش میاد. بهترین راهنمایی بود که میتونست به من بکنه. همینو من از پارلمان کانادا شنیدم. با نمایندگان هر دو حزب توی پارلمان کانادا صحبت کردیم، گفتن آقا شما کنگره آمریکا رو راضی کنی ما باشون میایم. حالا آلمانی‌ها یک کمی چیزتر بودن، یک کمی چغرتر بودن، اینجوری نمیگفتن، ولی ایتالیایی‌ها مثلا همین حرفو اونا میزدن، فنلاندیا همین حرفو تو پارلمان فنلاند برای سخنرانی رفته بودم همین حرفو اونجا شنیدم، همین حرفو توی کنست اسرائیل سخنران توی پارلمان اسرائیل بودم همین حرفو اونجا از اونا شنیدم. یعنی هر جایی رفتیم این حرفو شنیدیم که آمریکا بره ما باهاش میایم. خب یه نیروی منسجم اپوزیشن احتیاج هست با یک طرح خوب بیاد وسط. طرح‌ها رو آقا گروه‌های اپوزیشن بیارن بذارن وسط. ما گذاشتیم، ما طرحمون گذاشتیم وسط، اون بخشی رو که شما می‌بینید که پابلیکلی میتونیم بگیم و فکر می‌کنم بخشیه که باید مردم بدونن. قانون اساسی پیشنهادیمونه، طرح بسیار قدرتمندیه که برای هر دو سیستم جمهوری و پادشاهی پارلمانی نوشته شده و میتونه کل مجموعه اپوزیشن رو، مجموعه اپوزیشن غیر خیانتکار رو میتونه بیاره دور یک سند بشونه. طرح رو نوشتیم، گذاشتیم وسط، داریم روش لابی میکنیم، صحبت‌ها رو میکنیم. این صحبت‌ها توی حالا و اینکه چه جوری می‌خوایم بریم به اونجا برسیم، اینا دیگه صحبت‌های پابلیکلی نیست چون نمی‌خوایم در اختیار مزدوران رژیم قرار بگیره و سازمان اطلاعات سربازان گمنام که الان روی دیوار بزرگ قلاده های طلا، اسمشو بذاریم دیوار قلاده های طلا از این به بعد. دیوار بزرگه بود، تو دوربیناش ما رو نشون میدادین، نشستین دارین نگاه میکنین، احتمالاً هم الان کارشناسای وزارت اطلاعات نشستن اونجا دارن نگاه میکنن. آقا آدم باشید، بیایید تو راه مردم. حالا
همه چی رو به خاطر این داستانا، به خاطر همین شماها گمنام امام زمانی ها نمیتونیم بگیم، ولی این پشت طبقه به طبقه پله پله همه چیزش رو داریم میگیم. این کارا رو جوانای ونزوئلا انجام دادن. درگیری شدیدی بین اپوزیشن ونزوئلا وجود داشت، خیلی خیلی شدید، خیلی شدید. و حالا اونایی که با هیسپانیکات ارتباط دارن، با آمریکای جنوبی، کسایی که به نوعی از اسپانیا و پرتغال میان، یه جورایی از امپراتوری اسپانیا و پرتغال، اینا معروفن این ملت ها به دراما. دراما چی میشه به فارسی؟ یه کمک چیز به من میکنید بچه ها. دراما، دراما تأخیر میاد بالا، کسی میتونه کمکم بکنه؟ میگن درام، نه درام نیست، یه سری جنجالا و خاله زنک بازی ها، اینجوری خاله زنک بازی فکر میکنم بهتر بشه چیز کرد. کشورهای آمریکای جنوبی خیلی خیلی درگیر خاله زنک بازی هن. بعد و اپوزیشن اونا، یعنی اگر شما هر چی میبینید درگیری تو اپوزیشن ما، ضرب در صد بکنید تو اپوزیشن اوناست. پس این نبود که اپوزیشن یک پارچه‌ای هم داشته باشن. اتفاقا همین تیم جوانایی که داشتن مذاکره میکردن با دولت آمریکا از پشت، بعضی از اون گروهای دیگه اپوزیشن شنیده بودن، میمدن اعتراض میکردن به دولت آمریکا، آقا این جوونا رو کسی نمیشناسه تو ایران، ببخشید تو ونزوئلا. تو ونزوئلا همه مردم فقط یه نفر رو میشناسن. شما برید تو دهکده های کوچیک تا برید تو شهرهای بزرگ اینو میشناسن. حالا هر گروه اپوزیشنی فقط مال خودشو میگفت توی همین اپوزیشن ونزوئلا. و یه درس بزرگ تاریخی هم بود این وسط، که وقتی قرار باشه اتفاقی رخ بده، دیگه خوان رودریگز گوایدو یه هفته پیش هیچ کس نمیشناختش، اما تو زمان مناسب مکان مناسب همه مردم ونزوئلا با هم اومدن وایسادن که پشت کسی که دیدن دولت‌های بین المللی وایسادن براش، پشت کسی که جوان ناشناخته‌ای که توی تمام دهکوره ها و شهرهای ونزوئلا و کوه و دشت و اینا ما داریم توی اپوزیشن، یکی داریم که مثلا همه کشور میشناسنش تو اپوزیشن ایرانی. تو ونزوئلا هم از این چیزا داشتیم، ولی موقع تحولات اجتماعی که داره شکل میگیره، تو باید برنامه داشته باشی، باید پلان داشته باشی، باید تیمت آماده باشه، باید ارتباطت با مردم برقرار باشه و ارتباطت با جامعه بین المللی باید برقرار باشه. تو هر کدوم از این فاکتورها رو نداشته باشی نمیتونی. یه دفعه یه جوونی میاد وسط تو ونزوئلا که امروز تو جلسه شورای امنیت سازمان ملل، این جوون هفته پیش میره جلوی تریبون دست میبره بالا، میگه من از امروز رئیس جمهور موقت ونزوئلا هستم. بلا فاصله معاون رئیس جمهور آمریکا مقاله میاد بیرون، مقاله نوشته شده است، میاد بیرون تو روزنامه های آمریکایی چاپ میشه، اینه خوان رودریگز گوایدو. این کی بود دیگه؟ وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو میاد میگه همینه، ما از این حمایت میکنیم، دیکتاتور دیگه محبوب صلاحیت نداره. جان بولتون مشاور امنیت ملی پرزیدنت ترامپ میاد میگه همینه، ما پول میخوایم برای این الان بفرستیم، 20 میلیون دلار همین الان براش فرستادیم و ما دیگه دیپلمات های دولت ونزوئلا رو به رسمیت نمیشناسیم. پرزیدنت ترامپ میاد
تو توییتش اعلام میکنه بله ما این رئیس جمهور موقت رو به رسمیت شناختیم و دیگه دیکتاتور مادورو رو به رسمیت نمیشناسیم. همه اینها یه دفعه اتفاق میفته. بعد میان روز شنبه توی شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه اضطراری تشکیل میدن. اتفاقا روسیه خیلی جالب بود، نماینده روسیه داشتم نگاه میکردم چند ساعت پیش، اعتراضش این بود، میگفت برای چی هستن این جلسه رو تشکیل دادید؟ این ونزوئلا اصلا امنیت جهانی رو تهدید نمیکنه، شما برای چی هستن جلسه تشکیل دادید؟ آقا حق ندارید جلسه تشکیل بدید برای چیزی که جلسه ویژه برای کشوری که امنیت جهانی رو تهدید نمیکنه. چرا داره تهدید میکنه؟ چرا؟ دولت آمریکا هم خیلی خوب میدونه که دولت روسیه به درخواست مادورو مشغول ساختن پایگاه نظامی روس‌ها در مرزهای نزدیک به آمریکا بود، نزدیکترین مرز ونزوئلا به سواحل آمریکا بود. دولت آمریکا احمق نیست که داشت میدید که دارن چه جوری اینا با هم دیگه میبندن و حالا دیگه نیروهای روسی پایگاه دائمی میخوان اینجا تو ونزوئلا. همین کاری که با روسا با ایرانیا کردن با جمهوری اسلامی و اومدن تمام پایگاه دائمی مائمی زدن اونجا و همین اتفاقات اینجا هم افتاد دیگه با اینور با ونزوئلا. و استدلالای دیگه روسا خیلی جالب، چون خیلی از کشورهای دنیا اومدن حمایت کردن، بلافاصله بعد از پرزیدنت ترامپ، ترامپ برزیل رئیس جمهور جدید برزیل حمایت کرد، آرژانتین حمایت کرد، پرو حمایت کرد، کشورهای بزرگ آمریکای جنوبی همه حمایت کردن، کانادا حمایت کرد. بعد موضع فرانسه، آلمان و اسپانیا خیلی جالب بود این وسط. فرانسه و آلمان و اسپانیا به مادورو اخطار 8 روزه دادن. کمی امروز هم توی جلسه شورای جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل این اخطار رو تکرار کردن، گفتن ما 8 روز به مادورو وقت میدیم که انتخابات برگزار بکنه آزاد توی کشور و قدرت خیلی پیسفول ترانزیشن قدرت انجام بشه. روسیه به این اعتراض کرد که نماینده روسیه برگشت گفت یعنی چی مسخره بازی گفتید 8 روز؟ آخه دولت آلمان و فرانسه و اسپانیا اعلام کردن اگر بعد از 8 روز تا 8 روز آینده این انتخابات رو برگزار نکنه مادورو، ما بعد از 8 روز دولت آقای گوایدو رو به رسمیت میشناسیم، ایشون رو به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت میشناسیم. و این خیلی عصبانی کرد روس‌ها رو که 8 روز یعنی چی؟ حالا چرا 7 روز نگفتین؟ چرا 20 روز نگفتین؟ اصلا کدوم جینیسی، کدوم نابغه‌ای اومده به شما گفته این 8 روز رو بذارید؟ این بازی‌ها چیه تو دنیای بین‌الملل دارید در میارید و اینها؟ و خیلی نماینده روسی عصبانی بود و در نهایت هم خب طرحی که گذاشتن وسط بین 15 کشور 9 رأی موافق آمریکا آورد، 2 رأی ممتنع بود و 4 رأی مخالف که خب مسلما روسیه و چین جزء رأی‌های مخالف بودن. و از کشورهایی که میان حمایت میکنن از مادورو که امروز مسخرهشون هم میکنه مایک پومپو، روسیه است، چینه، جمهوری اسلامیه و سوریه. که مایک پومپو میگه این همه کشورهای دنیا اومدن، کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیا، دموکراتیک دنیا ایستادن کنار گوایدو و 4 تا دیکتاتوری که خودشون هم دموکراسیاشون به تمسخر کشیده شده توی دنیا، اینا اومدن از یه دیکتاتور دیگه، از یک برادر دیکتاتور دیگه خودشون دارن دفاع میکنن. همه اینا ثمره مذاکرات پشت پرده‌ای بود که بچه‌های جوان انجام دادن. یک لحظه اجازه بدید یه چیزی من ببینم اگر نسوخته باشه، یک لحظه به من اجازه بدید. من اینجا هستم و الان میام پیشتون. ببخشید دوستان، از قضا نمونیم. و خب همه این موضوع، این در ضمن بچه ها بعضی ها پرسیدن پیرنه چیه داستانش، اصلا ربطی به پرچم ونزوئلا و رنگ ویژه‌ای که توی پرچمشون هست و توی اعتراضاتشون خیلی دیده میشه نداره، ولی به احترام بچه های مبارز این رنگ و امروز فقط به احترام نوعی یکی از لباسای تمرینی ورزشی دویدن منه. پ-
پس مذاکرات پشت پرده، اون المان حمایت بین المللی خیلی مهمه. داشتن یک طرح خیلی مهمه. مشروعیت مردمی تو دنیای امروز به چشم برهم زدنی به وجود میاد. امروز دنیای سرعت و تکنولوژی، دنیای رسانه‌های آزاده. اگر هستن کسایی که حمایت مردمی رو دارن، خب چقدر خوب. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که ما مثلا یه مسابقه دو میخوایم بذاریم، بعد مثلا دوی فکر کنید 800 متره، یه نفر هست توی این مسابقه، من دارم درباره اپوزیشن صحبت میکنم، توی این مسابقه یه نفر رو میگن تو ژنت خوبه، مثلا خیلی اسمت خوبه، همه چیزت خوبه، تو بیا برو 700 متر جلوتر از بقیه وایسا، یعنی فقط 100 متر دیگه باید بدوه پس خط پایان بتونه عبور کنه، بقیه همه که ژناشون خوب نیست باید از اول خط شروع کنن. متاسفانه این چیزا رو تو اپوزیشن داریم دیگه. بعد نباشه که اینایی که از اول شروع میکنن بیان از کنار اون کسی که 100 متر بیشتر تو خط پایان فاصله نداره رد شن. و یه ذره حرکت هم احتیاج هست. خب یه خواهشی ازتون بکنم، خیلی به من میگن آقا انقدر اینجوری چیز نکن، اعتراض نکن، حرف نزن، خوب نیست، مردم ناامید میشن. بس کنید، شما رو به ابرفضلتون بس کنید. یه نگاهی به کشورمون بکنید، نگاه به شرایط کشور بکنید. تو این سرما تعدادی کسایی که هر شب تو خیابونا، بچه های کار که دارن تو خیابونا یخ میزنن، یه نگاهی بهشون بکنیم، خجالت بکشیم. بس دیگه، چقدر ماساژ بدیم کسایی رو که دم خط پایان وایسادن رد نمیشن. این لیاقت مردم ما نیست. میخوام ازتون خواهش بکنم همین الان برید یه سری به صفحه رسمی شاهزاده بزنید، اپوزیشن ما که همه کشور میشناسنش، همش هم میگیم چقدر خوبی، چقدر ماهی، چقدر شاهی. یه نگاه به صفحه رسمی ایشون بکنید. میخوام وقت بدم برید نگاه کنید. بعد برگردید بیاید این زیر برای من بنویسید چند تا پست ظرف یک هفته گذشته شاهزاده رضا پهلوی در حمایت از جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی مردم ونزوئلا نوشته و درس ها و امید هایی که این جنبش برای مردم ایران داره. توی یک هفته گذشته که تمام دنیا دارن درباره این جنبش صحبت میکنن و اسم ایران رو کنار این جنبش دارن میارن دائم، کسی که به عنوان کی نوشته سه تا فان تیوی گفته میخواد بیاد بالا، باشه میارمت بالا، الکی حرف نزنید. همین الان رو صفحش نگاه بکنید، حتی یک دونه خبر نمیبینید، حتی یک دونه خبر نمیبینید اونجا. من بهتون میگم چرا دیگه، برو دروسی با کسی نداریم که. سیستم حکومتی که خود شاهزاده شخصا بهش اعتقاد داره و چندین بار روش تاکید کرده، ایشون به سوسیال دموکراسی اعتقاد داره. سوسیالیسم بقیده ایشون چیزیه که جواب میده. شاید برای همینه که توی آمریکا هم از حزب دموکرات آمریکا حمایت میکنه و این چیزیه که خب مادر ایشون شهبانو فرح پهلوی هم به سوسیالیسم اعتقاد داشتن و دارن و اعتقاد دارن یک سیستم سوسیالیستی اسلامی جواب هست برای ایران ما. شاید برای همینه که ما هنوز رفتارهای مذهبی رو میبینیم، رفتارهای سوسیالیستی رو میبینیم. شکست سوسیالیست ها براشون چندان جذاب نیست، همونطور که برای خیلی از رسانه های فارسی جذاب نیست. ونزوئلا
یکی از فاجعه بارترین شکست های سوسیال دموکراسی در دنیاست. فاجعه باره. پول ملی در حد دستمال توالت شد. قحطی، دزدی، فساد در بالاترین شکل خودش، مافیا، غارت کشور توسط روس‌ها و چینی‌ها. ما به هر ایدئولوژی هم که اعتقاد داریم وجدانم داشته باشیم بد نیست. داستان ونزوئلا درسای بزرگی برای مردم ایران و به ویژه امروز برای انقلاب قانون اساسی ما در ایران داره. چرا نباید درباره ونزوئلا صحبت کنیم؟ چرا حتی یک دونه پست نباید درباره اتفاق بزرگی که داره در ونزوئلا رخ میده بذاریم؟ چون امپریالیسم آمریکا پشت قضیه ایستاده؟ چون ما هنوز با تبلیغاتی که چپ‌ها تو سرمون کردن فکر میکنیم امپریالیسم آمریکا بود که شاه رو ساقط کرد؟ این دروغ بزرگ شوروی‌ها رو باور کردیم؟ یعنی چون نمیخوایم قبول بکنیم که در دنیای امروز ما توی یک جزیره زندگی نمی کنیم که ارتباطش با دنیا قطع باشه. تو دنیای امروز باید دموکراسی ها همدیگر رو در آغوش بگیرن، نه که دیکتاتورها همدیگر رو در آغوش بگیرن. حالا اونا که همدیگر در آغوش میگیرن، الان هم که داریم میبینیم سر داستان مادورو، دیکتاتوری های مختلف پشت مادورو اومدن وایسادن. ولی خوبه که دموکراسی ها هم همدیگر رو پس در آغوش بگیرن، اگر اونا میگیرن اینام بگیرن. من نمیتونم بفهمم. امیدوارم حالا از لحاظ مزاجی حال شاهزاده عزیزمون خوب باشه، بیماری مشکلی نداشته باشن، وگرنه هیچ توجیهی نداره حمایت نکردن ایشون از جنبش آزادی خواهانه مردم ونزوئلا. ادمین های صفحاتشون هم هر کسی هست، هر کسانی هستند، دارن به ایشون خیانت میکنن. دست کم بگذاریم. یه نکته آخر، چون همیشه تو اپوزیشن اینو به ما دائم میگفتن، من خیلی وقتا توی سکوت بحث ها رو شنیدم توی این اپوزیشن، توی این 25-6 سال گذشته، چون من خودم شخصا همیشه شاهزاده رو دوست داشتم. حالا مسئله فامیلی، مسئله خون، مسئله احترام به رضا شاه بزرگ و خدمات محمد رضا شاه، همه اینها، من شخصا ایشون رو دوست داشتم و خیلی وقتا توی بحثایی که میشد توی این اپوزیشن سکوت میکردم، صحبتهای دو طرف رو گوش میکردم ببینم چی میگن. مخالفین ایشون میمدن یک سوالی رو میپرسیدن از موافقین ایشون، میگفتن شاهزاده چی کار کرده تو این 40 سال؟ موافقین بیشترین چیزی که جواب میدادن، چون واقعا نمیتونستن حالا چیزای زیادی بیان بگن، من خودم میتونستم بگم، من خودم به شخصه حمایت شاهزاده از جنبش دانشجوی ایران رو دیده بودم، حمایتش رو از خود من دیده بودم و از بچه های تیم ما اون زمانی که میجنگیدیم حمایتشون، بعد از اینکه من داشتم میومدم دیگه از کشور بیرون، خب خدایش نمک نشناسی نباید بکنیم. چند روز پیشم عکسی رو که ستار خواننده محبوب روی صفحش گذاشته بود توی فیسبوک براتون همینجا بچه های ادمین منتشر کردن، که همون موقعی که ما زندان بودیم، زیر شکنجه بودیم، پوسترهایی درست میکردن که ستار در کنار شاهزاده ایستاده پشت تریبون و صحبت از اتحاد براندازان هست اون زمان، و میبینید توی پوستر عکس منو میبینید، عکس اکبر محمدی عزیز دوست بسیار خوبم و که زیر شکنجه کشته شد در زندان میبینید، و این حمایتای شاهزاده من دیدم. خیلی ها توی اپوزیشن خب ندیدن، میان این چیزا رو میپرسن، خیلی ها بدخواهن میان میگن، من خدایش جاییم که بتونم دفاع میکنم. اما طرفداران شاهزاده توجیهی که همیشه میارن وسط که چرا ایشون، میگن آقا اگر هیچ کاری هم نکرده باشه
تنها کسیه که این جمله رو خیلی شماها شنیدید، خیلی شنیدید. شاهزاده رضا پهلوی تنها کسیه که تمام کشور میشناسنش. سو میگن آره، از اون کسانی که توی کوه‌ها زندگی میکنن تا دهکده‌های کوچیک تا شهرها بیرون داخل همه میشناسنش. و به عنوان بزرگترین ویژگی ایشون این که همه میشناسنش یاد میشه، که دلیلیه که میتونه باعث موفقیت ایشون بشه. دوستان، دنیای امروز دنیای همه میشناسنش دیگه کافی نیسته. داستان ونزوئلا داره اینو به ما میگه. کسی اومد بالا، خوان رودریگز گوایدو، که هیچ کس نمیشناختش. پس شاهزاده عزیز تکون بخور، بد جوری زمان داره از دست میره. هرچه سریعتر، چون شما به شخصه بی‌تعارف بهت بگم، بزرگترین مشکل در راه تشکیل شورای انقلابی، بزرگترین مشکلی، هواپیمای شما وسط باند شورای انقلاب پارک شده. روح رضا فاضلی شاد. به خدا من دشمنت نیستم، به خدا من رقیبم نیستم، اندازه این حرفا هم نیستیم، قصد موندن تو دنیای سیاست هم نداریم. من دوست دارم که دارم بهت میگم، اگر میخوای از معادلات حذف نشی، بی تعارف دارم بهت میگم، گوشی تلفن رو بردار، زنگ بزن، چهرهای مختلف رو دعوت کن برای تشکیل شورای انقلاب. چهرهای مختلف منظورم خبرچینای وزارت اطلاعات نیست که توی یک جریانی جمعشون کردی و فاجعه بار بود این حضور. لازم نیست که صدها نفر رو جمع کنی، ده ها نفر رو جمع کنی. شورای انقلاب اصلا نیازی به تعداد زیاد افراد نداره. چند تا چهره هستن که این چهره ها مردم دوستشون دارن، شبکه های بزرگ اجتماعی دارن. نیازی نیست راه دوری بری. تلفنتو بردار، هر چه سریعتر شورای انقلاب رو، نه از دوستان و وفاداران به خودت، نه از بادمجون دور قابچینایی که بیان تو تلویزیون بگن شما امید 85 میلیون ایرانی هستید، نه نه نه، از اونا تشکیل نباید بدی، نه از اونایی که وقتی حرف میزنن خوشحال میشی، از اونایی که بهت بتونن انتقاد بکنن و گردنشون زده نشه، شجاعتش رو داشته باشن. اقدام کن، خیلی داره دیر میشه. نباشه شاهزاده یه دفعه ببینی یه جریانی اومد بالا، حمایت بین المللی رم گذاشت پشت خودش و تموم شد. یک سال از دی 96 تا الان وقت تلف شد، ماها هم رو دروایسی کردیم هی نگفتیم. بی تعارف، شما مشکل شماره یک برای تشکیل شورای انقلاب هستید. قدم برداریم، بذارین شورای انقلاب تشکیل بشه و شورای انقلاب بتونه با دولت آمریکا، تا وقتی که فرصت داریم، تا وقتی پرزیدنت ترامپ رو کار، ایدئولوژی های خودتون هم بذارید که آقا ترامپ رو قبول ندارین، ترامپ برای ایران ما خوب بوده، دست کم مثل فیروز نادری باشیم. فیروز نادری دشمن خونی پرزیدنت ترامپه، ولی اومد گفت کارهایی که برای ایران میکنه من قبول دارم. خیلی هم علیه ترامپ تبلیغ کرد، خیلی هم علیه ترامپ زد، هنوزم میزنه، ولی وقتی میبینه داره برای ایران کار درست انجام میده، میاد وای میسته. آقا ما هیچ رئیس جمهوری تا حالا نداشتیم توی آمریکا که اینجوری قدرتمند بتونه بیاد وایسه و از مردم ایران حمایت کنه و رژیم جمهوری اسلامی رو دیکتاتور قلمداد بکنه و دست به هر کاری بزنه برای اینکه این رژیم رو بخوابونه رو زمین. تا فرصت دولت پرزیدنت ترامپ رو داریم، از این فرصت بذارید بتونیم استفاده بکنیم. مردم چشمشون به ما هست. میدونم ناراحت میشی از دست من و ناراحت شدی این مدت که چرا من این حرف ها رو اصلا میزنم، ولی دیر شده، به خدا دیر شده، خیلی دیر شده.
از هر لحظه بیعملی و سکوت ماها رژیم داره استفاده میکنه و تو هر لحظه بیعملی و سکوت ما یه بچه دیگه، یه بچه کار دیگه کنار خیابون داره یخ میزنه، داره از سرما میمیره. مردن از سرما میدونی چقدر سخته؟ به خدا خیلی سخته. دیدی بچه رو که کنار خیابون بساطی که پهن کرده بود آدامس میفروخت، تو سرمای این روزای تهران، این شبای تهران، دیدی بچه وقتی مرد یخ زد چشش اینجوری به آسمون بود، دهنش باز بود؟ به خدا شرم به ما شاهزاده، شرم به ما. چشمش به آسمون بود که بالاخره خدایا، یعنی من همین اول زندگیم اینجوری باید بمیرم؟ من که 7-8 سالم بیشتر نیست که، زیر پای من که میلیاردها دلار نفت و گاز خوابیده، چرا من باید اینجوری کنار خیابون یخ بزنم؟ چرا دولتی هیچ حمایتی نباید از ماها بکنه؟ بیا شاهزاده، بیا هممون با همدیگه یه دور خجالت بکشیم، وجدانن بیا هممون از همه این بچه ها خجالت بکشیم، از اون دختر بچه های گل فروش کنار خیابونی که سرداران سپاه پاسداران میارن میبرن، 8-9 ساله، 11 ساله، 13 ساله، بهشون تجاوز میکنن، دست به دستشون میکنن، بعد یه دارن میفرستن حوزه علمیه، اینا رو مثلا صیغه هم میکنن اونجا شرعی باشه دیگه، ازدواج کودکان هم خوبه، همشون هم دارن میگن خوبه خوبه آقا، خیلی خوبه، دارن خیلی، چرا کی گفته بده؟ تقریبا تمام سران جمهوری اسلامی و نوچه هاشون ازدواج کودکان خوب میدونن، روشون نمیشه بگن، خیلی هم حال میده، روشون نمیشه بگن. این بچه ها رو اینجوری میدوزدن، تجاوز میکنن بهشون، همه بلایی سرشون میارن، بعد در نهایت میفروشنشون به دولتهای خارجی، میفروشنشون به سیاست مداره توی کردستان عراق، سیاست مداره که با رژیم جمهوری اسلامی کار میکنن، میفروشنشون به شیخای عربی کشورهای حوزه خلیج فارس، به همه جا. بیا وجدانن بیا یکم خجالت بکشیم با هم، شاید بتونیم بالاخره شورای انقلاب رو تشکیل بدیم، یه درسی بگیریم از مردم ونزوئلا. الیوت آبرامز که امروز اومد در کنار مایک پومپئو به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ونزوئلا نشست، متخصص امور ایرانه، دیپلمات کارکشته که از دوران پرزیدنت ریگان توی کاخ سفید حضور داشت، تو شورای امنیت ملی کاخ سفید بود، مسئول بخش نیر ایست، بخشی که ایران در اونجا دقیقا قرار گرفته بود و در ماجرای ایران کنترا مستقیما نقش داشت. ایران کنترا رو قبلا براتون توضیح دادم که شرایطی بود که بعضی ها به اسم ایران گیت میشناسن و اینها، شرایطی بود که دولت شوروی داشت با تمام توان از صدام حسین حمایت میکرد در جنگ ایران عراق، ایران تحریم بود برای جنگ، تحریم اسلحه و همه چیز، و دولت آمریکا برای کمک به ارتش ایران، ارتش ایران که سازماندهی آمریکایی داشت در دوران شاهنشاهی ایران، دولت آمریکا برای اینکه حسن نیت خودش رو نشون بده به ایران، میاد و مذاکرات پشت پرده رو شروع میکنه که یک سری اسلحه بتونه بفروشه به ارتش ایران، که ارتش ایران جلوی ارتش اهریمنی صدام بتونه دووم بیاره، ارتش صدامی که تا اون دندان مسلح شده بود توسط اتحاد جماهیر شوروی، و شوروی میخواست با این جنگ فرسایشی 8 ساله ارتش ایران رو به خاک سیاه بشونه، کاملا نابود بکنه، و تا حدود زیادی موفق شده بود. آمریکا اومد وسط، شروع کرد اسلحه فروختن، حالا در نهایت با خیانت خامنه‌ای پرونده لو رفت اصلا، و این ایران کنترا، یعنی حالا خیلی ها میگن آه ایران کنترا یک عده آمریکایی‌ها داشتن نمیدونم رژیم جمهوری اسلامی رو تثبیت می‌کردن، این چرندیاتو نگید دیگه، این تبلیغات چپا رو راه اندازید برای ما. ایران کنترا کمک آمریکا بود به ارتش ایران برای اینکه تمامیت ارضی کشور حفظ بشه،
و صدام حسین نیاد کشورتون رو بگیره کامل. یکی از اولین دیپلماتایی بود وقتی من از کشور خارج شدم، ادیتا برومز باش ملاقات کردم. بعدن توی سفر پراگ 3-4 روز رو با هم توی پراگ بودیم، توی چکسلواکی کنفرانس دموکراسی و امنیت، و از دشمنان قسم خورده رژیم جمهوری اسلامیه و از طرفداران جنبش آزادی خواهانه مردم ایران. وگرنه خب چرا بعد از منی که یک دانشجوی مثلا فعال در خیابون‌ها و زندان‌های ایران بودم وقتی میام با آمریکا بیاد استقبال بکنه و با ماها بشینه صحبت بکنه و از ماها بشنوه که چه کار باید بکنه دولت آمریکا؟ پس از مردم ایران و مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران حمایت میکنه، اما علیه رژیم جمهوری اسلامیه. خب ما این چهره ها رو احتیاج داریم، دقیقاً این شخصیت ها بالا باشن. امروز مایک پومپو در کنار همین فرد الیوت آبرامز میره به شورای امنیت سازمان ملل متحد و حمایت آشکار، یعنی اصلا باور کردنی نیست کسی که تا یک هفته پیش ناشناخته بود امروز تو جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دستور کار این بود که ما از این فرد حمایت کنیم. این دستور کار جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که در نهایت توسط چین و روسیه وتو میشه، دو کشوری که حق وتو دارن توی، و خیلی هم اگه به سایت ها نگاه بکنید، بی بی سی فارسی، رادیو فردا، اینا رو نگاه بکنید، مخصوصا رادیو فردا اصلا یه جوری عصبانیه که چرا داره توی ونزوئلا انقلاب میشه، سوسیالیست ها مگه چشونه؟ رادیو فردا هم جهت اطلاعتون یعنی یکی از فاجعه بارترین رسانه های فارسی که یه وقتایی حتی تنه به تنه بی بی سی فارسی که میزنه هیچی میره بالاتر میشینه، شماره یک میشه، رادیو فرداست. که امروز هم خبرنگارشون خیلی سعی کرده بود آزار بده مایک پومپو رو توی کنفرانس خبری که بعد از این نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. یه لحظه دیگه به من اجازه بدید دوستان که سوخت. خلاصه از همه این فرصتایی که داره الان ایجاد میشه، همه این چهرهایی که دارن انتخاب میشن، میان میشینن و مجموعه کارا رو دارن انجام میدن، و بدونیم رژیم هم بیکار نشسته ها. سر ماجرای همین نشست لهستان، نشست لهستان اصلا برای ایران داره تشکیل میشه، بعد انقدر داره این دیپلماسی رژیم جمهوری اسلامی با کمک همین خبرچین های وزارت اطلاعاتش که تو واشنگتن اومدن نشستن دورور خیلی از چهره های اپوزیشن رو گرفتن، با کمک مزدورای نایکی، با کمک اصلاح طلب ها، اینا دائم دارن فشار میارن با پسمونده های اوباما توی دولت فعلی آمریکا، تو وزارت خارجه مخصوصا خیلی زیادن، هی فشار میارن به دولت آمریکا که آقا خیلی چیز شده، خیلی جنجال شده، بیایید نگیم نشست هلند مربوط به ایرانه، بگیم مربوط به مسائل خاورمیانه است. مربوط به ایرانه که، فقط میخوان حالا فعلا اسمش نباشه تا بعد اون تو ببینن چیکار میتونن بکنن، حالا یه زمانی دارن یه 2 هفته ببینن چیکار میتونن بکنن. و به جای اینکه ما تو اپوزیشن الان منسجم باشیم و خیلی مقتدر وایسیم حمایت بکنیم از این نشست، چون از نشست حمایت نمی کنیم، چون دیپلماسی رژیم خیلی قویه، چون خبرچینای وزارت اطلاعات دور ماها رو گرفتن، ما یه دفعه بیانیه میدیم علیه نشست لهستان. تو بیانیه‌مون هم می‌نویسیم که همه اون کسایی که میرن بشینن توی نشست لهستان و میخوان جنگ کنن با ایران غلط کردن این کارا رو بکنن، ما اجازه نمیدیم. دنیا انتظار شنیدن یه همچین چیزهایی رو از اپوزیشن ما ندید. یه دفعه شوکه میشن، شوکه شدن مسئولین آمریکایی که چی شد؟ ما داریم از اپوزیشن حمایت میکنیم، از مردم ایران حمایت میکنیم علیه رژیم جمهوری اسلامی. چهرهای شناخته شده اپوزیشن برای چی علیه ما دارن بیانیه میدن؟ خیلی باید حواسمون به کارامون باشه، خیلی حواسمون به اون خبرچینای وزارت اطلاعات که دورمون توی تیمای رنگی بنگی کاشتن باشه. خیلی اتفاقای بدی داره میفته این وسط ها. ولی خوشبختانه نشست لهستان
همچنان محورش ایرانه و روشن کردن تکلیف رژیم جمهوری اسلامی. این نشست یک بخش پابلیک خواهد داشت، تا اینجا صحبتایی که شده بخش پابلیکش بخشی هست که عمومی مردم میبینن، دربارش صحبت میشه. مهمترین بخشش بخش پشت پرده نشسته که مذاکرات محرمانه بسیاری انجام خواهد شد در سطح وزیران. تا این لحظه وزیران خارجه کشورهای دنیا قراره بیان شرکت بکنن. حدود 50 تا 70 کشور تا الان اعلام آمادگی کردن و میخوان مجموعه امکانات خودشون رو بررسی بکنن که ببینن تو چه حدی میتونن با رژیم جمهوری اسلامی برخورد بکنن. حالا پله پله جلوتر بریم بیشتر دربارش صحبت میکنیم. اما وظیفه خود ماها در اپوزیشن این هست که حالا که دنیا وسطه، ما حتی از ونزوئلا یه ذره جلوتریم. توی ونزوئلا اومدن اپوزیشن کاراشون رو انجام دادن، مذاکرات پشت پردهشون رو کردن، بعد اومدن اعلامشون رو کردن، بعد دنیای بین الملل اومد کنارشون ایستاد. ما دنیای بین الملل اومده وایساده وسط، روی رینگ بوکس دنیای بین الملل وایساده داره میگه رژیم جمهوری اسلامی هم اونجاست، میگه اپوزیشن، بوکسرای اپوزیشن، مرحمت کنید بید بالا، ما هواتون هم داریم، ماساژتون هم میدیم، بیایید رو رینگ. بوکسرای اپوزیشنمون این پایین رینگ مشغول بیانیه صادر کردنیم. خدا ما رو به راه راست هدایت کنه. بذارید من چند تاتون رو بیارم یکم عصبانیتتون بخوابه از حرفایی که امروز زدیم، ولی حالا بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. خودتو نشون ندی. منتظریم اگه میتونی بگیر ریکوستت رو، منتظریم که دریافت بکنی و بیای بالا. فان تیوی از بچه های خیلی خوبیه که شبکه خیلی خوبی هم داره و خیلی هم خوب داره رشد میکنه این شبکهش. بذار ببینم بچه ها یه یاداوری بکنید بهش، فکر کنم ریکوست رو فرستاده اما حوصله‌اش احتمالاً سر رفته، از حرفامون رفته یه گوشه، یه شدم نمیتونه دریافت کنه، نمیدونم. یه چیزی اون پایین بنویس فانتی و اگه میتونی بگیری، یا اگه نمیبینی اصلا اینکه دریافت شدی بدونیم داستان چیه. من حتی کامنت هم نمیبینم ازش. میگه درخواست دادم، من ریکوستت رو اکسپت کردم ولی نمیدونم چرا نگرفتی بیای بالا. الانم دوباره اکسپت کردم یک بار دیگه، ببین میتونی بگیری. احتمالای مشکلی اون ور هست که نمیتونی ببینی. میخوای یه کاری بکنی، یه دور دستگاه تو خاموش روشن کن، یه کاری، هر کاری لازمه، آپگریدی، چیزی که بتونی دریافت کنی. احتمالاً گیر کرده نمیتونی اصلا بگیری اینو. یه دور خاموش روشن کن، برگرد کامنت بذار من بیارمت. سلام امیر جان. درود. یه اسمی بگو به اون اسم صدات کنیم. فان جان. فان جان بگین راحتا. فان جان. حالا یه اسم چیز باش. فان. یه اسم معمولی تر بگو. اسم پیج هم هست. حالا فان تیوی هم اسم پیج های راحت تر باشیم. حالا به عنوان همیر جان. خب امیر جان من درود میفرستم هم به شما هم بچه های کنگره. زحمت میکشین این مدت، خیلی هم زحمت کشید، هم شما هم مبارزای دیگه، از شاهزاده بگیر تا آقای جوانمردی، علی نژاد، خود آقای حسینی و ریستارت و همه بچه‌ها. مثبت و منفی دارن، خوب و بد دارن، ولی خب کار همشون اوکی. ولی اومدم بالا در مورد شاهزاده می‌خواستم صحبت کنم. من دایرکت هم بهشون هم دادم، خیلی هم دایرکت بهش دادم، ولی خب جواب نداد. نمی‌دونم دلیلش چی، بررسی نمی‌کنن یا کلا جواب نداد.
سوالی هم که ازشون داشتم این که دو تا پست تو تقریبا پستای آخر پیجشون، آخر پیجشون دو تا پست دارن، یکیشو 17 آوریل 2017 گذاشته و دقیقاً در مورد همین موضوع شورا بوده که گفته نسبت به شایع حضور من تو کنگره آمریکا به منظور پیشنهاد تر در مورد قانون اساسی قرار نیست شرکت کنم و تکذیبش کردن، یادتون باشه درسته؟ بله. علتش هم گفتن که قرار نباید همچین چیزی توسط نمایندگی، باید توسط نمایندگی منتخب مردم انتخاب بشه و مجلس مؤسسان باشه و از طریق دموکراتیک باشه اینا. ما اینا رو قبول میکنیم. خب درست درست، اصلا پیشنهاد کنگره قانون اساسی پیشنهادی، اصلا قرار نیست که از الان قبولش کنم، ولی میگیم شاهزاده درست میگه. یک ماه بعد از این 8 می 2017 شاهزاده پیام تبریک فرستاده خطاب به مردم فرانسه و گفته پیروزی امانوئل مکرون رو تبریک میگم. حالا متن تبریک چجوری آغاز میشه؟ با مسرت فراوان و خوشنودی از طرف خود و ملت ایران. این سوال من از شاهزاده دارم، در چه جایگاهیه که الان میگه از طرف ملت ایران من تبریک میگم؟ این سوال خیلی حالا شما بسیار هوشمندانه است و تو مقایسه ای که گذاشتی با اون بیانیه ای که برای کنفرانس خود ما اون بیانیه رو داده بود. من حالا برای بچه‌هایی که نمیدونن، اون مورد اولی که گفتی، ما توی سال 2017 بود کنفرانسی رو داشتیم توی کنگره آمریکا برگزار میکردیم، کنفرانس چهارم گذار به دموکراسی ما بود که توی این کنفرانس تمام چهره های اپوزیشن رو همه رو دعوت کردیم و برای شاهزاده یک دعوتنامه ویژه فرستادیم، ویژه، و از ایشون خود نماینده مجلس رسما ایشون رو به عنوان عالی جناب شاهزاده رضا پهلوی قلمداد کرد و ازشون من اون نامه رو دارم که برای ایشون فقط فرستاده شده بود و از ایشون خواستن که بیان به عنوان کینوت اسپیکر، به عنوان سخنران ویژه این کنفرانس حضور داشته باشن. و ما نرفته بودیم برای ایران قانون اساسی بنویسیم، ما رفته بودیم یک پیشنویس پیشنهادی مطرح بکنیم برای اینکه مبارزات آزادی خواهانه ما هدفمند بشه، به یک سمت و خط مشخصی حرکت بکنه. و ایشون اومدن نه فقط دعوت رو نپذیرفتن، میتونستن خب دعوت رو نپذیرن، ولی نه فقط دعوت رو نپذیرفتن بلکه یک بیانیه پابلیک دادن و توی اون بیانیه اعلام کردن که نوشتن حتی این سند و اینجور کارها قانون اساسی پیشنهادی در خارج از کشور قبل از نمیدونم براندازی اینها خیانته، ما رو به خیانت متهم کردن و گفتن شما به چه حقی از طرف مردم دارید این کارها رو انجام میدید فلان، که حالا ما این همه توضیح داده بودیم آقا این نه قانون اساسی ایرانه نه از طرف مردم، ما از طرف گروه خودمون داریم یک پیشنویس پیشنهادی وسط میذاریم و هیچ نمایندگی مردمی هم برای خودمون قائل نبودیم. اما نکته خیلی درسته که منم حتی توجه نکرده بودم که توی مورد دیگه میان و به ملت فرانسه وقتی میخوان تبریک بگن بله دقیقاً از مردم ایران این کار رو میکنن. خب این چیزا متاسفانه این دوگانه رفتار کردن ها و گفتن ما توی سیاستمدارا وجود داره. چی بگیم؟ حس میکنم تنها مشکلش هم که همین الان تا الان هم ادامه پیدا کرده همینه. دقیقاً درسته که نمیشینن به خاطر اینکه قانون رو، یعنی قانون پیشنهادی رو قبول ندارن، درسته؟ چون چند بار شنیدم از زبون خودتون که مشکلش با شورا و پذیرفتن این قضیه اینه که نباید قبل از براندازی قانونی بنویسن. اتفاقا بعد از اون کنفرانس ما بود وقتی قانون اساسی پیشنهادی در دسترس مردم قرار گرفت و همه اومدن نظرات خودشونو بدن، من مطمئنم خود شاهزادم اون حتی خونده بودن، چون توی مصاحبه های مختلفی که چند هفته بعد از همون کنفرانس، یعنی بعد از صدور همون بیانیه، تو مصاحبه های مختلفی که ایشون داشتن یکی از محورهای فعالیت‌های خودشون رو کار بر روی یک پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی اعلام کردن و گفتن ما باید بشینیم روی قانون اساسی کار بکنیم، یک قانون اساسی جدیدی باید نوشته بشه، ال بشه، بل بشه. و حتی همین الان هم همین تیم فرشگردی که وجود داره، بعد اگه میشینن این برنامه صحبت میکنن ببینید، یکی از برنامه‌های اصلی خودشون میگن ما باید روی نوشتن یک قانون اساسی جدید فکر بکنیم، در صورتی که تا قبل از همین کنفرانس های مجموعه کنفرانس های ما برای معرفی یک قانون اساسی پیشنهادی، حرف طرفدارای شاهزاده و مخالفتشون با ما قبل از این کنفرانس این بود که میگفتن ما قانون اساسی مشروطه رو قبول داریم. چرا؟ برای اینکه میگفتن شاهزاده بر طبق قانون اساسی مشروطه سوگند خوردن و شاهزاده کشور هستن و ولیعهد هستن و
حتی من رو متهم میکردن که فخرآور به این دلیل داره قانون اساسی جدید مطرح میکنه که قانون اساسی مشروطه اگر نباشه شاهزاده هم دیگه ولیعهد نیست اون وقت، چون طبق اون قانون اساسی قسم خورده، که این حرف رو من هیچ وقت ندیدم خود شاهزاده تایید بکنه. و خود ما هم راستش چون حرف از بیخ چرنده هیچ وقت دربارش اظهار نظر نکردیم، چون بی‌تعارف مشکل من با قانون اساسی مشروطه در دو چیز بزرگ. قانون اساسی مشروطه همون مشکلات بزرگی رو داره که قانون اساسی جمهوری اسلامی داره. اصل یک قانون اساسی مشروطه مذهب رسمی توش تعریف شده، همون مشکل بزرگ رو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم داره. و در اصول مختلف قانون اساسی مشروطه تمام قدرت اومده در دست شاه خلاصه شده، قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط اسمو عوض کرده، همه قدرت رو آورده گذاشته در دست ولی فقیه. یعنی هر دو قوانین اساسی، هم قانون اساسی مشروطه هم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از دید ما در کنگره ملی ایرانیان باطله، برای اینکه اصلا دموکراتیک نیست. به خاطر این دو مسئله مهم، وجود مذهب رسمی و یک ایدئولوژی رسمی و جمع شدن قدرت در دست یک فرد، که ما اصلا از بیخ و بن قانون اساسی مشروطه رو قبول نداریم. حالا طرفدارای سلطنت هر چیزی میخوان بگن، ما وقتی میگیم دموکراسی دیگه دموکراسی جای بازی بازی کردن با مردم توش نیست. و میگم این مخالفت ایشون به خاطر بحث خود قانون اساسی نبود، چون بعدن بارها و بارها اتفاقا حتی من تو مصاحبه اگر اشتباه نکنم با آقای فلاحتی تو مصاحبه خط قرمزشون شاهزاده اشاره میکنه که ما باید بتونیم قانون اساسی رو بیاریم تدوین بکنیم که مهم نیست چه نوع نظامی، نوع نظام جمهوری یا پادشاهی پارلمانی، هر دوش بسیار شبیه به همدیگه هستن، شاید بیشتر از 90% شبیه به همدیگه باشن، و اصلا مهم نیست قانون اساسی خوبی اگر نوشته بشه بتونه هر دوتای اینها رو کاور بکنه، چرا که نه. که اتفاقا به عقیده من بزرگترین ویژگی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان اینه که نه فقط 90% 100% قانون اساسی عین همدیگه است. یعنی سند، این حالا سند کوچولو، این دفترچه کوچکی که به اسم قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان گذاشتیم، هم برای جمهوری ایرانه هم برای پادشاهی پارلمانی ایران. یعنی یک کلمه رو شما لازم نیست توش عوض بکنی، برای هر دو نوع حکومتی میتونی استفاده بکنی، برای اینکه ما همین حرفی رو که شاهزاده داره میزنه تو این سند تایید کردیم اصلا، که آقا تو حکومت جمهوری با حکومت پادشاهی پارلمانی هر دوش میتونن دموکراسی و آزادی رو برای مردم بیارن و هر دوش میتونن زیر یک ساختار حکومتی اصلا وجود داشته باشن. و این چیزی بود که خیلی‌ها توی اپوزیشن ما حتی هنوز درک نکردن. ولی مرسی. پس من موضوع بسیار خوشایند بیرمت کردی. تنها نکته‌ای که میمونه یه همین موضوع، من از طرفدارای آقای پهلوی شاهزاده یا ادمیناشون همین یه سوال رو دارم. این پست هم 8 می قشنگ میشه پیداش کرد، 8 می که گفته از طرف خود و ملت ایران، علتشو اون جایگاهی که همچین اجازه میده همچین صحبتی بشه رو توضیح بدن. چرا گفتن ملت ایران از طرف خود ملت ایران تبریک گفتن؟ تو چه موقعیتی بودن که از طرف ملت ایران تبریک گفتن به امانوئل مکرون؟ مرسی فانتیوی عزیز، ادمین فانتیوی، کارهای بسیار خوبی رو تو صفحت داری انجام میدی و خوشحالم، برای ما هم افتخاریه که در کنگره ملی خواهش میکنم. منم موفق، تشکر میکنم از شما، متشکر. یه دقیقه و 30 ثانیه داریم که بیشتر وقت نمونده، هر لحظه اینو تموم خواهد کرد. مرسی که همراه بودی. من نمیدونم چون دوستای دیگه نتونستن صحبت کنن، اگه امکانش باشه شاید چند دقیقه دیگه بچه‌ها رو بگیرم دوباره حرف بزنیم، اگه نشود که من قربان شما متشکر. دست شما در رنگ پاینده ایران، قربان شما. و دوستان ممنون از حمایت هاتون، شاید نزدیک 1,000,000 لایک زیر پست سخنرانی های من گذاشتید، همین پست قبلی که بالا گذاشته شد، و ممنون از لایک هاتون، حمایت هاتون. این صفحه امیر نقطه فخرآور رو لایک بکنید لطفاً، به دوستانتون معرفی بکنید، بیشتر و بیشتر همراه ما باشید. اگر در یوتیوب همراه هستید اون پایین سابسکرایب کردن رو فراموش نکنید. البته که فایده ای نداره چون زیر حملات شدید ارتش سایبری رژیم هستیم و دائم دارن سابسکرایبای ما رو پاک میکنن، لایکامون رو پاک میکنن، و ولی باز هم احتیاج به کامنت گذاشتن و لایک های شما هست تا خستهشون کنیم و عقب نشینی بکنن. به یزدان پاک میسپارمتون. و حرفای زیادی حالا با هم دیگه داریم و درس های زیادی هست که باید بگیریم از انقلاب های دیگه دنیا، مخصوصا خیلی عقاب گونه داریم به انقلاب مردم ونزوئلا نگاه میکنیم و مطمئن باشید که پیروز خواهند شد. پاینده ایران، بدرود دوستان.